این کلاس هدفش چیه؟ دوستان شاید خیلیاتون تحلیل تکنیکال بلد باشید، خیلیاتون تحلیل بنیادی بلد باشید، اصلا روش های دیگر رو بلد باشید، ولی خب یا اصلا در حال آموزش دیدن باشید، یعنی کامل، حالا مثلا یه چیزو کامل یاد نگرفتید اما بالاخره تا حد خوبی مثلا یه سری موارد یاد گرفتید، اما نمیدونید که مثلا از کجا باید این آموزش ها رو شروع بکنید، چه مطالبی باید شما یاد بگیرید، به ترتیب اصلا روش تحلیل درست چیه. حالا من هم در حد مسیر آموزش هر کدوم از روش های تحلیل رو میگم خدمتون، همین که این که هم علاوه بر اینکه مسیر مختلف خدمتون میگم، همین که خدمتون میگم که اصلا این انواع روش های تحلیل به چه درد میخوره و در حقیقت شما چرا باید یاد بگیرید مثلا اقتصاد رو، چرا باید یاد بگیرید مثلا تحلیل بنیادی رو، و یک مسیر راهی براتون مشخص میکنم که انشالله دوستان بتونن استفاده بکنن. استاد اصلا اینکه بریم اوربیس آپشن تعطیل میشه چطوری؟ نمیشه که، من هر دفعه میخوام احتمالا اون قابلیت هم به زودی به اوربیس اضافه بشه، در حد و دیگه مشکلی نباشه دوستان بتونن به راحتی استفاده بکنن. ذخیره هم شما الان میتونید به صورت دستی دیگه هر نموداری خواستید اینجا ذخیره بکنید دیگه، براتون در حد اینجا ذخیرهش انجام میشه. خب بریم حالا شروع بکنیم. من دوستان اول میخوام اینکه شما چجوری باید اصلا یک مسیر تحلیل رو شروع بکنید خدمتتون توضیح بدم، بعدش حالا تو دل اونها میام میگم که مثلا بهتر اول چه چیزایی رو یاد بگیرید. دوستان شما پله اول اینکه اصلا بخواید یه چیز رو تصمیم در موردش بگیرید، بعد وضعیت اقتصاد رو در حد بررسی بکنید. حالا بیشترم اقتصاد باز کلان، شاید خورد آنچنان حالا برای مثلا این من پس براتون کاربردی نباشه، بیشتر از همه کلان، حالا خوردم یه مباحثش هست ولی بیشتر از همه کلان، اقتصاد کلان هستش. شما اصلا مرحله اول ورودتون، مرحله اول ورود نه اینکه شما اول از همه بخواین اقتصاد کلان یاد بگیرید، نه منظوری نیست، منظور اینه که شما اگر بخواین توی یک بازاری تصمیم بگیرید که آقا من الان مثلا سهم بخرم نخرم یا دلار بخرم نخرم یا هر چیز دیگه، مسیر تحلیلتون باید شروعش با اقتصاد کلان باشه. حالا من در انتهای که همه اینا رو گفتم توضیح میدم پیشنهادم برای شروع چیه، اما مسیر شروع برای تحلیل اینه شما اول باید وضعیت اقتصاد کلان رو بررسی بکنید. چرا؟ چون که شما دوستان اقتصادی که الان فراتر از مثلا بازار بورس، بازار سرمایه به شما دید میده. با چه المان هایی؟ مثلا شما میاد تو اقتصادی که الان یاد میگیری که اصلا نرخ بهره مثلا چیه و مثلا نرخ بهره چند باشه خوبه، اصلا چه عددهایی میتونه داشته باشه، موارد دیگه. یه ذره میای با مثلا موارد دیگه اقتصادی کلان مثل مثلا حالا سیاست های پولی مالی تا حدی در حد آشنا میشی. حالا بذارید می نویسم سیاست پولی مالی مثلا آشنا میشی تا حدی، مثلا میای تا حدی با مثلا اثر حالا نحوه شناسایی مثلا نرخ ارز، یعنی پیش بینی نرخ ارز و مواردی که رو نرخ ارز مثلا تاثیر گذارن آشنا میشی، بودجه و دقیقاً خیلی موارد دیگه دیگه، یعنی شما خیلی چیز کلانی هست این همین اقتصاد کلان، مثلا بودجه و که اصلا چه جوری دقیقاً تاثیرش تو موارد هست، با این سری موارد آشنا میشی. خب این به شما چه کمکی میکنه دوستان؟ خب ما بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری داریم، فقط که بازار سرمایه نیست، بالاخره بازار طلا هست، بازار ارزهای مختلف هست، بازار بورس هست، مسکن هست، خودرو هست، خیلی بازارهای مختلفی هست. خب شما سوال اول باید این باشه که اصلا من وارد کدوم بازار بشم دیگه، یعنی سوال اول هر کسی که میخواد اصولی معامله بکنه یا اصلا سرمایه گذاری بکنه چیه؟ من وارد کدوم بازار بشم؟ الان برم طلا بخرم، الان برم مثلا ارزهای کشور دیگر بخرم، مثلا رمز ارز بخرم، الان برم بازار سرمایه، الان برم چیکار بکنم؟ این سوال رو به شما اقتصاد کلان کمک میکنه که پاسخش رو بگیرید. به چه شکل؟ خب مثلا به عنوان مثال شما میخواید تصمیم بگیری که الان پولتو بری بذاری بانک یا مثلا پولتو ببری بذاری تو بازار سرمایه. خب بعد شما با مفهوم مثلا نرخ بهره آشنا باشی، بدونین الان تورم مثلا حدودا
چه جوری پیش بینی میشه چند درصد، بعد بخوای نرخ بهره رو نسبت به اون بسنجی. اگه مثلا نرخ بهره خوب بود بگی من مثلا برم سمت بیشتر درآمد ثابت و بانک و اینا، اگر مثلا نرخ بهره کمتر شد بگی بازارها قرار جذاب بشن. به این شکل به شما کمک میکنه. خب حالا یه موردی که وجود داره خود اون بازارم هست، مثلا نرخ ارز رو. خب مثلا یک روش های مختلفی داره که شما بخوای مثلا یه عدد واسش پیش بینی بکنی که مثلا چند میشه. یکی از روش خیلی میگم روش های متعددی داره و پیش بینیه دیگه، یعنی 100% نمیشه گفت این میشه، صرفا یه دید به شما میده. یکی اینه که چیکار میکنن، میان نرخ تورم ایران رو مثلا تورم مثلا IR ایران رو میان مثلا از تورم آمریکا کم میکنن، جالب من میگم USA، از آمریکا میان کم میکنن، بعد با نرخ دلار تو اول سال جمع میکنن. یعنی چی؟ مثلا شما فرض کن نرخ دلار مثلا اول سال 1402 1000 تومان بود، بالفرض 1000 تومان بود، الان ما آخر مثلا سال 1402 این درسته، من میرم تورم رو میبینم تو 1402 چقدر بوده، الان که گذشته دیگه، میرم میبینم چقدر بوده تورم آمریکا چقدر بوده، میام تورم مثلا فرض کنید تورم ایران مثلا 12%. اینا همه عدد مثالی، نمیخوام حالا عدد دقیق بگم، یعنی خب میدونیم همه هولوش 30-40%، اما دارم فقط مثال میزنم. مثلا شما تورم ایران مثلا میگید 12%، تورم آمریکا میگید 2%، مثلا 12 منهای 2 میکنید میشه 10%. دلار هم چقدر بود اول سال؟ 1000 تومن. 1000 رو میای با 10% مثلا بهش اضافه میکنی، میگه آقا نرخ مثلا ارز پیش بینی من بعد آخر سال میشد 1100 تومن. حالا اگر زیر 1100 تومن باشه خب ارزون میشه قاعدتا، یعنی شما میگی آقا الان مثلا نرخ ارز پایینه ارزونه، بالا 1100 هم باشه میگی خب الان حباب داره گرونه نباید انقدر میشد. یکی از روشایی که مثلا میان باش نرخ ارز رو پیش بینی میکنن اینه. حالا روش های مختلف داره تو اقتصاد کلان، شما میتونی با اینها در حد بیای مثلا یکیش، حالا مثلا شما میتونی حالا تورم رو بخوای بدونی، مثلا باید ببینی نقدینگی الان چقدره، بعد ببینی که اون کسری بودجه چقدره که بتونی باش حدس بزنی که اون تورم رو بتونی حالا یه جورایی خودت هم خاصی پیش بینی بکنی. گفتن چرا تورم ایران رو با تورم آمریکا جمع نمی... جمع که نباید بکنید، باید کم بکنید دیگه. چرا؟ چون آمریکا هم اون دلارش بالاخره ارزشش به مرور زمان کم میشه دیگه. مثلا تورم آمریکا اگر مثلا 10% باشه در سال، به این معنیه که خب دلارش هر سال 10% ارزشش کمتر میشه دیگه. یعنی دارایی‌های دیگه نسبت به دلارش 10% گرونتر میشن. خب به همین خاطر شما باید بیای اون تورم رو در حقیقت لحاظ بکنید، چون داری خود دلار رو لحاظ میکنی نه کالاهای دیگه. خب این مثلا یکی از روش هاشه. خب حالا یه سوالی که شاید پیش بیاد اینه که ما این کلاسش رو از کجا بریم ها یاد بگیریم. دوستان ما اینا رو کلاسش رو داخل همین کارگزاری مفید رایگان برگزار میکنیم. مثلا دوشنبه هم دیروز کاربرد اقتصاد کلان تو بازار سرمایه قسمت 2 بود، هفته قبلش قسمت 1ش رو گفتیم. معمولا کلاس اقتصاد کلان و حالا سیاست های پولی مالی رو هر چند وقت یه بار برگزار میکنیم، یعنی نیازی نیست شما هزینه ای بکنید که این کلاس ها رو برید شرکت بکنید. ولی خب این به شما دید میده که چه بازاری رو انتخاب بکنید دیگه. مثال میزنم چه جوری به شما دید میده. آقا الان شما فرض کنید پولتون رو اگر برید بذارید بانک به شما 40% میده، حالا مثلا یه سال دیگه اگر برید بذارید بانک به شما مثلا 18% میده. حالا من اینجا سوال دارم، شما به نظرتون تو کدوم یکی از این حالتا شما در حقیقت ترجیح میدی که وارد مثلا بازار سرمایه بشی، یا مثلا برید طلا بخری مثلا، تو حالت 1 بیشتر ترغیب میشی یا تو حالت 2؟ مثلا تو حالتی که به شما 40% سود میدن حالا بانک، یا اصلا درآمد ثابت، حاضرید شما برید وارد بازار سرمایه بشید، یا تو حالت 2 که مثلا دارن به شما 18% 20% سود میدن؟ خب ببینید دیگه اکثریت دارید در حد میزنید گزینه 2.
خب این معنیش چیه؟ یعنی که شما وقتی بدونی که آقا نرخ بهره داره چه تغییری میکنه موارد دیگه، جذابیت های بازارهای دیگه هم براتون مشخص میشه و طبیعی هم هست. وقتی خب یه عدد درصد بالایی به شما میدن، مثلا سود تضمینی بانک مثلا دیگه تضمینی داره به شما سود میده یا صندوق های درآمدزا، خب شما ترجیح میدی اون پول رو ببری بدون ریسک بذاری اونجا 40 درصد سود بگیری دیگه. چرا بیاری مثلا با ریسک توی بازار سرمایه یا بازار دیگه که مثلا بخوای الان با شاید و اما اگر مثلا بخوای یه ذره بیشتر یا اصلا هم اندازه این بگیری؟ پس یکی این مورد، بعد بازارهای دیگر رو با هم بسنجید، چون دوستان ما یک نقدینگی مشخصی داریم دیگه. اینا رو من دارم هم میگم که شما بدونی اصلا اقتصاد کردن رو به چه درد میخوره. خلاصه ای حالا یه ذره نرخ ارز و نرخ بهره و اونجور چیزا دارم میگم که شما بدونی اصلا این کاربردش چیه، چرا بعد اقتصاد کردن یاد بگیرید. یکی دیگه هم مواردش دوستان نقدینگیه. نقدینگی یعنی چی؟ نقدینگی یعنی آقا پولی که دست من و شماست. این به معنی نقدینگیه. وقتی میگن نقدینگی تو جامعه رفته بالا یعنی پول دست من و شما زیاد شده. و وقتی پول دست من و شما زیاد بشه یعنی چی؟ یعنی که قدرت خریدمون رفته بالاتر دیگه. حالا ممکنه قیمت کالا هم بره بالا و الزاما قدرت خریدمون نره بالا، اما خب به معنی اینه که شما میتونی بری بیشتر خرید بکنین دیگه. خب این بیشتر خرید کردن چه اتفاق ممکنه در حد ایجاد بکنه؟ اینکه شما بیشتر میتونی مثلا بری به عنوان مثال شیر بخری، بری پنیر بخری، بری که بیشتر میتونی بری سهام بخری، بیشتر میتونی بری طلا بخری. خب این باعث میشه که قیمت اون طلا یا داری بره بالا دیگه. به خاطر همین میگن نقدینگی وقتی مثلا زیاد میشه ممکنه که تورم ایجاد کنه، قیمت کالاها در حد بره به سمت بالا. خب هیچ وقت این حالت که شما گفتید که پیش نمیاد و خب همیشه اختلافی با هم وجود داره دیگه و هیچ موقع در حد این حالت پیش نمیاد. پایین قدرت خرید، پایین چیکار؟ حالا میگم توضیح میدم، ولی اینکه در حقیقت داشتم خدمتتون میگفتم به این شکله که پس این کاربردش میشه این. یعنی شما وقتی اقتصاد کردن یاد بگیری میتونی دیدی پیدا کنی که الان کدوم بازار مناسبه برای ورود، آیا الان مناسبه که من وارد اصلا بازار سرمایه بشم یا نه. حالا دوستان پله بعدی یعنی گزینه دوم که شما بعد واردش بشید تحلیل بنیادیه. یعنی شما اقتصاد کلان رو بررسی کردید، حالا فهمیدید که آقا بازار بورس یا بازار سرمایه جای مناسبیه، درسته؟ یعنی شما از دل این اقتصاد کلان متوجه شدید که الان بازار بورس اوکیه، خوبه. خب پله بعدیتون باید چی باشه؟ این روش اصولی تحلیله، حالا بعد توضیح میدم به چه شکل. پله بعدیتون باید چی باشه برای تحلیل؟ پله بعدی شما باید تحلیل بنیادی باشه. تحلیل بنیادی میاد چی رو به شما میگه؟ بذارید من براتون اینم باز چند تا دستبندی کنم. تحلیل بنیادی میگه آقا اوکی شما از اقتصاد کلان متوجه شدید بورس الان وضعیت مناسبی داره برای وارد شدن یا حال سرمایه گذاری، من به شما میگم کدوم صنعت حالا خوبه برم بخرم. مثلا من میخوام وارد بورس بشم، خب دقیقا چندین تا صنعت داریم، چند صد تا سهم داریم، من بالاخره باید بدونم الان کدوم صنعت بهتر وارد بشم، کدوم سهم‌ها تو اون صنعت ها وضعیتشون بهتره که وارد بشم، وضعیت حالا سودسازیشون هر چیزی. و خب باید تحلیل بنیادی بلد باشم. تحلیل بنیادی حالا مسیر آموزشیش چیه؟ شما اول از همه باید با صورت‌های مالی آشنا بشید. صورت مالی اصلا چی هست؟ شاید خیلیاتون ندونید آقا این صورت مالی چی هستش. مثلا تورم آمریکا ایران رو از کدام ستاره؟ تورم ایران رو که سایت بانک مرکزی بعضی وقات اعلام میکنه، تورم آمریکا هم که با سرچ تو گوگل میاد، سایت های مختلفی میاد. صورت مالی میاد چی به شما میگه؟ بذارید من واضح خیلی راحت خدمتتون توضیح بدم. دوستان یک شرکت تو یک سال حالا یا اصلا تو ماهای مختلف بالاخره یک عملکردی داره دیگه. شما مثلا فرض کنید شرکت فولاد مثلا تو ماه مثلا بهمن میاد 1,000,000 مثلا به عنوان مثال کیلو مثلا فولاد تولید میکنه، به یه نرخ مثلا اینقدر میفروشه، اینقدر مثلا صادر میکنه، اینقدرش رو ذخیره میکنه، بالاخره داره فعالیتی انجام میده دیگه. یا مثلا اینقدر زمین داره فلان شرکت، اینقدر چی داره، اینا رو شما باید بدونی دیگه، بدونی تا بتونی وضعیت اون شرکت رو
تشخیص بدی آقا الان وضعش خوبه یا نه، الان این شرکتی داره میخره میفروشه مثلا، یا داره تولید میکنه میفروشه، الان به صرفه هست، داره سود میکنه یا نه، مثلا مثل خودروسازا زیان میکنه. اینو شما یه جا باید بفهمید دیگه، بعد یه جا رو چک کنید که اینو بفهمید. این صورتمالی پاسخ این سوال رو به شما میده. صورتمالی شما وقتی برید تو کدال مثلا اسم سهم رو بزنید، صورتمالیش رو چک کنی، مثلا صورتمالی سود و زیان، میاد به شما میگه آقا این شرکت مثلا تو اون دوره‌ای که دارید میبینید دیگه، چون صورتمالی 3 ماهه داریم، 6 ماهه داریم، 1 ساله داریم، تو اون دوره‌ای که شما دارید میبینید به شما میگه که آقا مثلا تو این 1 ساله که داره شما میبینی، فولاد انقدر تولید کرده، به این نرخ فروخته، انقدر سود شناسایی کرده، انقدر پول مالیات داده، انقدر من پول کارمنداشو داده، انقدر چیکار کرده. خب بعد مثلا میگه آقا سود نهایی مثلا فولاد بعد از این همه این هزینه کرده و مثلا تولیدش و اینا شده انقدر. خب به ازای هر سهم مثلا 200 تومن، 200 تک تومن میشه سودش. خب شما قیمتش رو نگاه میکنی فولاد و مثلا میبینی آقا 1000 تومن الان فولاد، سودی که ساخته 200 تومنه، میای میگی خب پس الان مثلا پی بر ایش میشه 5، و خب مثلا پی بر ایش پایینه، یعنی مثلا این سودی که داره میده نسبت به اون قیمتش میصرفه، مثلا میگه آقا این یه مؤلفه خوبه مثلا با سهمش. یا یعنی میره مثلا داراییاشو میبینی، یعنی الان مثلا نماد اینقدر زمین داره، این زمین رو الان بفروشه اینقدر سود میشه. پس شما صورت مالی ها رو وقتی یاد بگیری میتونیم با دقت بیشتری، بذارید من فقط تصویر ببرم روی نمودار، چتاتون رو میبینم ولی تصویر رو نمودار باشه که بتونید شما همزمان ببینید. پس کمکی که به شما میکنه این مورده. خب پله بعدی شما تو، و اینا هم کلاسش برگزار میشه، یعنی شما هر چند وقت یه بار بیاین تو لیست کلاس ها ببینید، کلاس آشنایی با صورت مالی داریم و برگزار میشه، میتونید یاد بگیرید. مورد دیگه ای که پله بعدی که شما باید تو تحلیل بنیادی دقیق یاد بگیرید و بخواین چکش بکنید دقیق، نسبت های مالیه. نسبت های مالی چی هست؟ خب شما فکر کن صورت مالی رو الان صد صد یاد گرفتی، فهمیدید که دقیقا الان صورت مالی چیه، کاربردش چیه، چه در حد میتونه کاربردی برای شما داشته باشه. پله بعدیش اینه که خب چک کنید این صورت مالی رو دیگه، شما ببینید چند صد تا شرکت داره، بعد دونه دونه برید این صورت مالی رو چک کنید، حالا ببینید آقا این الان مثلا خوبه، الان ازش سود ساخته یا نه. خیلی زمان بر میشه دیگه. نسبت مالی یه ذره میاد سرعت کار شما رو میبره بالا. یعنی چی؟ میگه آقا من میام از صورت مالی مثلا دو تا عدد رو به هم حالا تقسیم ضرب یه کاری میکنم، یه عدد یه ضریب به من میده، مثلا نسبت سود آوری مثلا اگر بالای 1 باشه یعنی خوب سود آوری سم، اگر یعنی بده. پس شما دیگه برید نسبت سود آوری مثلا همه شرکت ها رو جلو بذاری نگاه کنید، با یه نگاه میتونید بفهمید آقا کدوم شرکت الان وضعیت مثلا سود آوریش بهتره، یا کدوم شرکت مثلا وضع بدهیاش مثلا بدهی زیاد داره، کدوم شرکت نمیدونم تولیدش خوبه، کدوم شرکت فروشش خوبه. اینا رو شما با نسبت های مالی سرعت کارتون میره بالا. یعنی دیگه به جای اینکه شما بریم مثلا سهم فولاد رو بیاری حالا چک کنی ببینی حالا فروشش خوب بوده بد بوده، یه عدد بهت میدن نسبت مالی، میگن آقا نسبت مالی مثلا برای بدهیاش چک میکنیم، اینا آقا بدهی این شرکت ها الان نسبت به هم چیه، با یه نگاه میتونی بفهمی مثلا این شرکت از بقیه بدهیش کمتره بیشتره یا هر چیزی. پس نسبت مالی سرعت شما رو تو تحلیل میبره بالا، و خوبه که یاد بگیرید. نسبت های مالی مختلفی هم داریم دیگه، حالا نسبت مالی سوداوری، نسبت مالی در حد بدهی حالا مثلا سرمایه شرکت، خیلی نسبت های مالی متنوع است، و ولی خب چند تاش شما در حد یاد بگیرید که اصولیات به دردتون میخوره و براتون کارسازه، به شما دید میده که الان کدوم مثلا سهم نسبت به اون یکی بهتر. و این هم کلاس شما داریم برگزار میکنیم، یعنی دوباره شما کلاس نسبت مالی رو میتونید به راحتی بیان شرکت بکنید و دقیقا یاد بگیرید که گفتن نسبت مالی از کجا به دست میاد. میگم تقسیم مثلا دو تا المان، چند تا المان توی صورت مالی به همه، مثلا به عنوان مثال میگم، میام مثلا حالا ای پی اس سهم یا سود سهم مثلا تقسیم به عنوان مثال به داراییاش میکنن، میشه یه نسبت. اون عدد رو میگن آقا اگه مثلا بالای 1 باشه خوبه برای شرکت ها، اگه مثلا زیر 1 باشه بده، یا مثلا بالای 2 باشه خوبه، زیر 2 باشه بده. شما دیگه اون موقع میای همه شرکت ها مثلا نسبت مالیش چک میکنی، میای میبینید که مثلا اوضاع از چه قراره. یکی دوستان گفته استراتژی کانسلینگ چی میشه؟ اینم ما کلاسش رو برگزار میکنیم، یه جورایی ترکیب همین نسبت های مالی و در حد موارد دیگه است، و اونم کلاسش ما برگزار میکنیم. خب این صورت مالی، نسبت مالی. حالا در حد مورد دیگه ای که شما اینجا در حد باهاش باید در حد آشنا بشید، تحلیل صنعته.
یعنی یه پله بریم بالاتر. دیگه الان شما این نسبت مالی صورت مالی فقط به شما یه چیزی رو میگفت که الان وضعیت شرکت خوبه، الان وضعیت شرکت بده دیگه، یعنی حال حاضر داشت به شما میگفت، آینده رو که شما نمیتونید باش ببینید که صورت مالی اون چیزی که اتفاق افتاده رو به شما میگفت. دیگه از اینجا به بعد پله پله وارد پیش بینی آینده میشید. تحلیل صنعت میاد به شما چی میگه؟ میاد میگه که آقا اوکی، تو الان رفتی چک کردی که در قطع حالا نسبت مالی چه وضع شرکت خوبه بده چیه. حالا صنعت ها رو شما باید بشناسی، بالاخره هر شرکت نسبت به یک چیزی واکنش داره. مثلا یه صنعت دلاری، دلار بره بالا نمیدونم براش خوب میشه، اون یکی اگر مثلا نرخ تاثیر ارز من فلان بشه واسش خوب میشه، اون یکی اگر نرخ دلار نیما بیاد بالا واسش خوب میشه. همه هر صنعتی از یه چیزی در قطع المان خوب میگیره دیگه. مثلا یکی اگر به عنوان مثلا ریال قوی بشه مثلا خوب میشه واسه، یکی نرخ نمیدونم پتروشیمیا رو خوراکشو ببرم بالا خوب میشه، یکی رو بیارم پایین خوب میشه. اینا همه متفاوته. شما خب بعد بدونی که واسه هر صنعت بالاخره چه المانهایی تاثیر گذاره. اینجا تحلیل صنعت رو شما وقتی بری یاد بگیری که اینا هم کلاسش رو مثلا شما میری تحلیل صنعت فولاد یاد میگیری، میفهمی آقا این مؤلفه ها روی فولاد تاثیر گذاره. خب حالا وقتی یه خبر اومد بیرون، یه اخبار اومد بیرون، یه دونه تو کانال تلگرامی جای دیدید آقا نرخ مثلا خوراک فلان چیزی رفت بالا، نمیدونم نرخ نیمایی دلار رفت بالا، این یکی چیزی رفت پایین، اینو وقتی دیگه شما میری میبینی، اون موقع شما میتونی پیش بینی دیگه، قدرت پیش بینی الان داره میاد سمت دیل، شما قدرت پیش بینی پیدا میکنی که آقا پس الان اوضاع صنعت فلان خوب میشه، برم فلان صنعت رو بخرم که الان این خبر اومده. دیگه حالت بررسی وضعیت گذشته خارج میشه دیگه، میری یه پله جلوتر وارد بررسی آینده میشه، یعنی میگه آقا الان این خبر اومده احتمالا این صنعت قراره رشد کنه، نه اون یکی صنعت قرار رو رشد کنه، حالا تو این صنعت ها قرار اون مثلا این سهم ها رشد کنن. چرا؟ چون مثلا نسبت مالی این سهم ها بیشتر بوده، یعنی اینا فروششون مثلا بیشتر بوده نسبت به بقیه شرکت ها، و چون نرخ مثلا فلان چیز رفته بالا اینا با نرخ بیشتر میتونن بفروشن پس بیشتر سود میکنن. پس این میشه اون تحلیل صنعته که به شما کمک میکنه. پله بعدی و حالا پله تقریبا آخر تحلیل بنیادی میشه در حقیقت پیش بینی سود، و حالا یه اینا رو وهم میارم، ولی دو تا چیز جدا هن ولی وهم میارم، و حالا ارزش گذاری من مثلا میذارم ارزش. پیش بینی سود و ارزش. پیش بینی سود و ارزش چی میگه؟ میگه آقا دوباره اوکی شما فهمیدی الان مثلا الان میخوام مسیر رو دوباره تو ذهنتون بچینم، این چارچوب خیلی مهمیه دوستان دقت بکنید. شما تو صورتمالی فهمیدی کدوم شرکت چیا تولید میکنه، چیکار میکنه، چقدر سود میسازه، با نسبتمالی فهمیدی از بین اینا کدومش بهتره، دقیقا کدوم مثلا این شرکت ها بهترن، مثلا از بین این چند صد تا شرکت کدوم سوداوریش بیشتره، کدوم کمتر، کدوم فروشش قوی تر، کدوم بدهی زیادتر. حالا تحلیل صنعت اومدی صنعت ها رو شناختی، فهمیدی آقا مثلا این 20 تا سهم که با هم تو فلان صنعتن از یه چیزی دارن اثر میگیرن، مثلا از نرخ مثلا دلار نیما، پس اگر نرخ دلار نیما رفت بالا من برم 20 تا سهم یه چک بکنم برم اوضاعشون از چه قراره، و حالا چون نسبت مالی بلدم از اون 20 تا مثلا میبینم 10 تاشون اوضاع فروششون بهتر از 10 تای دیگه است، پس میرم اون 10 تایی که فروش بهتری دارن و قراره اون خبر روشون بیشتر اثر بذاره رو میخرم. دیدید چقدر اینا زنجیره وار به هم وصله. حالا پیش بینی سود و ارزش چیه دیگه؟ پله آخر تحلیل بنیادی ارزش گذاری و پیش بینی سود میگه آقا اوکی من الان فهمیدم نرخ دلار نیما بره بالا روی این صنعت قرار اثر بذاره، روی این سهم هم بیشتر اثر میذاره چون مثلا فروششون قوی تره حالا، یا مثلا اوضاع شرکتشون بهتره. حالا این پیش بینی سود چی میشه؟ آقا من الان پیش بینی سود یه ذره حرفه‌ای تره، یعنی شما دیگه باید اکسل بلد باشی مثلا بخوای بری اون سهم رو صورت مالیش رو بگیری آینده‌شو مثلا بفهمی. چجوری؟ آقا شما میگی الان نرخ ارز مثلا دلار نیما از 30 تومن مثلا شد 40 تومن، درسته؟ خب شما اگر پیش بینی سود بلد باشی میری صورت مالی اون شرکت رو میاری میذاری جلو، اون شرکتی که اولش چک کردی کدوم سند اثر میگیره، اینا پله قبلی بودی مثلا آقا سند فولاد مثلا اثر خوب میگیره از این خبر، خب میری سند فولاد میاری 10 تا شرکتشو میبینی، میبینی اون 10 تا شرکت مثلا دو تاشه همه بهتره وضعیت صورت مالی نسبت مالیشون. خب حالا میخوای ببینی که این
30 تومن شده 40 تومن چقدر دقیقا اثر گذاره. شما وقتی مؤلفه های تاثیرگذار رو صنعت رو بلد باشی، موارد دیگر بلد باشی، اکسل رو باز میکنی، حالا با اون فرمول هایی که مثلا میزنی که بخوای سودش رو ترجمه کنی، به جای اینکه دلار 30,000 تومن بذاری مثلا تو محاسبه، دلار 45,000 تومن رو میذاری، ای یهو میبینی اون سودی که مثلا 200 تومن ساخته بود با فرض اینکه شما دلارت بشه 45 تومن، الان سودش شده 300 تومن. خب پس شما پیش بینی کردی یه جورای سود آینده رو دیگه. حالا همه مؤلفه ها رو که نمیتونی در نظر بگیری، ولی خب مؤلفه های مهم رو مثل دلار و فلان چیزو که تو اون سند مهمه در نظر میگیری و میای یه پیش بینی انجام میدی. این میشه پیش بینی سهمیه. یعنی شما میگی آقا من به نظرم سال بعد ای پی اس مثلا فولاد میشه، یعنی اون سودش، اون سودی که میسازه میشه مثلا 300 تومان، 300 تا تک تومان، مثلا الان قیمتش 1000 تومان، من پیش بینی میکنم 300 تومان هم قراره تا سال آینده سود بسازه. اگر مثلا نگرش داری مثلا پی بی آیش میشه مثلا به عنوان مثال مثلا 3، اینقدر میشه. پس دیدید مسیری که شما باید تو تحلیل بنیاد یاد بگیرید اینه. خب پس شما مسیر اول با اقتصاد کلان متوجه شدی الان بورس اوضاعش خوبه، بیام وارد بورس شم، حالا تو بورس برم چیکار بکنم، برم کدوم صنعت، کدوم سهما و کدوم سهما بهتر اوضاعشون بهتره، در حد سود سازن و موارد دیگه. این میشه تحلیل بنیادی. تا اینجا دوستان براشون جا افتاد از اقتصاد کلان چجوری وارد تحلیل بنیادی میشه؟ الان میخوام تکنیکال موارد دیگه هم بگم. و اینا هم کلاساشو همیشه برگزار میکنیم دیگه، یعنی هم صورت مالی هم نسبت مالی، تحلیل صنعت ها در حد پیش بینی ای پی اس و در حد ارزش گذاری، اینا کلاساش برگزار میشه، میتونید اصلا رایگان اینا رو ببینید، نیاز نیست هزینه هم بکنید جای دیگه بخواید برید. مثال عملی، مثال عملی خب میشه کلاس های اینها. الان من میخوام مثلا برم صورت مالی باز کنم، بیام نسبت مالی توضیح بدم، اینا 2 ساعت خودش یک کلاسه. برای من فقط دارم الان مسیر رو به شما میگم، شما میتونید مسیر رو یاد بگیرید. الان مسیر از اقتصاد کلان اومدیم، وارد تحلیل بنیادی شدیم، الان میریم تحلیل تکنیکال، بعد میریم مدیریت پورتفوی، ریسک و روانشناسی و همه اینا رو واردش میشیم. توضیح دادم دیگه، آی راسکو گفتین کدوم سهم بهتره، توضیح دادم نسبت مالی بلد باشین مثلا میتونید بفهمید که این سهم وضعیت فروشش، مثلا وضعیت سوداوریش نسبت به اون یکی بهتر. خب این از این. پس این شد از تحلیل بنیادی. خب حالا آقا من تحلیل بنیادی رو فهمیدم، شما الان پس تو پله اول شما بازار رو متوجه شدی که کدوم بازار اوضاعش بهتره، الان بازار مثلا بورس فهمیدی خوبه، تو تحلیل بنیادی اومدی فهمیدی آقا مثلا این دو تا صنعت اوضاعشون از بقیه بهتره، مثلا حالا صنعت مثلا فولاد و پتروشیمی. خب تو این صنایع هم رفتی چک کردی، دیدی آقا این خب هر کدوم صنایع مثلا چند تا سهم توشه دیگه، مثلا شما این دو تا صنایع رو با هم دیدی آقا مثلا 50 تا سهم توشه، رفتی اینا رو مثلا نسبت مالی صورت مالی ایناشون رو چک کردی، دیدی که آقا از این 50 تا 20 تاشون خوبه، یعنی 20 تاشون میارزه که شما بخوای مثلا روش وارد بشی، هم سودشون خوبه، مثلا اوضاع بدهی ندارن، حالا بدهی هم دارن، مثلا دارن با بدهی سود میسازن، 20 شرکت رو فهمید اوضاعش خوبه. خب این 20 شرکت همشو باید بخری؟ نه قاعدتا. تحلیل تکنیکال میاد سوال بعدی رو به شما پاسخ میده. ببینید اینا همش زنجیرواره. یعنی شما اقتصاد کلان بلد باشی میای میگی که آقا الان اصلا بازار بورس خوبه یا نه، بعد میای با تحلیل بنیادی میگی کدوم صنعت خوبه، کدوم سهم تو این صنعت بهتره. حالا تحلیل تکنیکال پله بعدیه. پله بعدی آقا الان این 20 تا سهم خوبن، این 20 تا سهم اوکی ان، مثلا من رفتم فهمیدم این صنعت خوبن، از بین این 3 تا صنعتم این 20 تا سهم اوکی ان، حالا همشو باید بخرم؟ نه دوستان، سهمای خوب هم جای خوب و بد دارم واسه خرید. این یعنی چی؟ یعنی شما مثلا همون سهمی که ما با هم تو تحلیل بنیادی مثلا گفتیم آقا مثلا فولاد ارزشش شما مثلا الان 1000 تومنه، شما مثلا در نظر گرفتی که آقا این ارزش آیندهش میشه مثلا 1500، درسته؟ شما مثلا گفتی آقا این سودی که میسازه و چم ارزش داراییاش و اینا رو بیای حساب بکنی، الان که 1000 تومنه، سال دیگه من حدس میزنم این قرار رو بشه مثلا 1500 ارزشش، قرار مثلا بشه 1500. خب حالا اینجا سوال پیش میاد، این خب این سم پس متوجه شدیم ارزنده است، ارزندگیشو متوجه شدید، اما یه سوال پیش میاد، آیا الزام وجود داره که از همین 1000 تومن بخواد حرکت کنه یک کله بره مثلا 1500 هم سهم فولاد؟ ولی فولاد مثال های عدد همجوری دارم میگم، اینکه حالا فولاد بخواد مثلا بره تا 1500،
اما میگم شما ارزشی که مثلا پیش بینی کردید 1500، آیا الزامی داره همین الان که مثلا قیمتش 1000 بخواد حرکت کنه یه راست بره بشه 1500؟ دوستان بگن نظرشونو تا قشنگ براشون جا بیفته. دقیقا دقیقا، نه ممکنه این 1000 تومن اول بیاد بره 600 تومن، بعد بخواد بره 1500 تومن، یا اینکه نه بخواد از این 1000 تومن یک کله بره 1500 تومن، یا اصلا بعضی وقت ممکنه دوستان به اون ارزش واقعی نرسه هیچ وقت. حالا هیچ وقت منظورم تو کوتاه مدت دیگه، تو بلند مدت مثلا ممکنه برسه. یعنی مثلا شما الان فهمیدی ارزش 1500، ممکنه مثلا یه سال دو سال نرسه به اون 1500 تومن، زیر ارزش معامله بشه، طبیعیه دیگه. خب اینکه بالاخره شما اینکه بفهمی الان با اینکه ارزنده است آیا جای مناسبی هم هست برای خرید یا نه، دیگه اینجا وارد تحلیل تکنیکال میشه. اینجا در حقیقت میشه پله یا در حقیقت کمک تحلیل تکنیکال به شما، که در حقیقت پله اول تحلیل تکنیکال هم میادش با در حقیقت حمایت و مقاومت شروع میشه. یعنی شما اگه میخوای تحلیل تکنیکال یاد بگیری، اول همه باید با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا بشی. حالا خطوط روند و اینا هم تو دل این قرار میگیره دیگه، یعنی خطوط روند و حمایت و مقاومت. چرا؟ چون این حمایت و مقاومت ساده ترین مفهوم تو تحلیل تکنیکاله. میگه آقا مثلا یه خط دارم اینجا حمایت، یه خط دارم اینجا مقاومت، الان این سهمه مثلا رفته خورده به این مقاومتش، با اینکه ارزنده است من نمیام بخرم چون اینجا مقاومتشه، وای میسم مثلا بیاد روی این حمایت بخرم. یعنی به شما میاد حمایت مقاومت اون جاهایی که احتمال اینکه اون سهم بخواد حرکتی انجام بده، در حد یکی حالا روندی و شکل بده یا موارد دیگر، میاد خدمتتون میگه. پس پایه‌ای ترین مفهوم تو تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت. یعنی شما این میخواهید تحلیل تکنیکال رو پایه یاد بگیری، اولا باید بری بفهمی آقا حمایت و مقاومت چیه، روند صعودی نزولی چیه، به اصطلاح خطوط روند چند، اینا تو دل همون حمایت مقاومت جا میگیرن و برای شما مفهوم پیدا میکنن. پس پایه ترین چیز توی تحلیل تکنیکال، البته حمایت مقاومت بذار روند هم بنویسم دیگه، بر روند، روند صعودی نزولی، این در واقع میشه اون پله اول یادگیری تحلیل تکنیکال که شکلش هم جلوش گشتم مثلا چجوری میتونه به شما کمک کنه، که اینا کلاسش هم برگزار میکنیم، مثلا مبانی روانشناسی من خودم هر چند وقت یه بار برگزار میکنم، همه حمایت مقاومت خود روند و اینا رو در موردش صحبت میکنیم و در واقع کلاسش رایگان برگزار میکنیم. پله بعدی که شما بعد تو تحلیل تکنیکال واردش بشید، یعنی وقتی حمایت مقاومت و اینا رو یاد گرفتید، میشه دیگه وارد در حد قضیه الگوهای شمعی میشید کم کم. الگوهای شمعی میاد چی میگه؟ من اینجا بنویسم. یعنی شما وقتی حمایت مقاومت یاد گرفتید تقریبا موقعشه که بری وارد مفهوم الگو شمعی بشی. الگو شمعی چی میگه؟ میگه آقا من قیمت ها رو میام به شکل یک کندل بر خودم در نظر میگیرم. یعنی مثلا میگم آقا این داره میاد پایین، مثلا با کندل هایی میاد پایین، مثلا داره میره بالا با کندل هایی میره بالا. این بالا فقط مفهوم حمایت مقاومت عادی شو گفتم، الان دارم کندل ها رو وارد میکنم دیگه. میبینید مثلا با یک کندل با این شکل خاصی میاد پایین، نمیدونم با اون یکی شکل میره بالا. خب حالا من گفتم این حمایت مقاومت برام مهمه دیگه، مثلا روی نای حمایت مقاومت میخوام چک کنم ببینم که آیا بالاخره روی این حمایت قرار بره بالا یا نه، قراری هم بشکنه بیاد پایین، ممکنه دیگه، یعنی هر حمایتی ممکنه از دست بره، هر مقاومتی هم ممکنه شکسته بشه بالاخره. این کندل ها میاد به من میگه که آقا من الان اگر چه نوع کندلی دیدم مثلا روی این حمایت معنی خوب میده، اگر چه نوع کندلی مثلا روی مقاومت دیدم معنی بد میده. یعنی کندل شناسی به شما کمک میکنه که آقا بدونی چه کندل های خوبی هن، چه کندل های کندل بدی هن، و اون کندل های خوبا رو حمایت مثلا نشونه خوب در نظر بگیری، این رو پیش بینی کنی که احتمالا قرار مثلا روند بره به سمت بالا، روی مقاومت هم مثلا اگه کندل بدی دیدی بگی آقا احتمالا اینجا قرار مثلا حالا یه اسلاید داشته باشیم و بیاد به سمت پایین یا هر چیزی. پس این پله بعدیمون میشه الگوهای شمعی. پله بعد از این تو تحلیل تکنیکال چیه؟ یعنی من اینکه میخوام تحلیل تکنیکال بعد از الگوهای شمعی یاد بگیرم چیه؟ میشه الگوهای کلاسیک. من اینا رو همش رو شکلش هم جلوش میکشم که برای دوستان متوجه بشن دقیقا کاربردش. الگوی کلاسیک حالا میاد چی میگه به ما؟
الگو کلاسیک من دوباره این حمد مقاومت رو بکشم، این دوباره کندلا رو بکشم، میبینید اینا همه این زنجیر به هم وصلن، مثلا دوباره هم کندلا، یعنی همش مثل مرحله قبل. یه تفاوت داره، میگه آقا این کندلا اوکی، تو الان فهمید این کندلا خوبن، بعدن هر چیزی. میگفت این کندل ها در کنار همدیگه، الان میبینید این کندلا تو کنار همدیگه ممکنه یه سری شکلا تشکیل بدن، مثلا اینو میبینید مثلا این شکل شبیه W تشکیل بده. میگه آقا مثلا این اگر یک سری شکل های خاص این کندل هایی که ما حالا تو الگوش هم یاد گرفتیم که هر کدومش خوبه و بده چیه، اینا اگه یک شکل های خاصی تشکیل دادن کنار هم، مثلا چه میدونم اگه شکل W شدن، اگر شکل مثلا M شدن، اگر نمیدونم شکل پرچم شدن، شکل فلان چیز شدن، اگه شکل این چیزا شدن، اینا معنیش چیه؟ یعنی مثلا این الگوی کف دوقلو اگر تشکیل شد، مثلا این خوبه واسه سم، بده واسه سم. میاد به شما این الگوها رو میده، یعنی یه پله جلوتر از الگوی شمی. یعنی شما اگر حمل مقاومت رو یاد گرفتی، روندها رو آشنا شدی، پله بعدی که بعد شروع کنی الگو شمیه، و بعد از اون انشالله الگوی کلاسیک هست که شما باید شروع کنید و انشالله اونا رو یاد بگیرید، که مثلا الگوهای مختلفی هم داریم، مثلا میگم الگوی کف دو قلو، نمیدونم سقف دو قلو، اینا همه تو این دل این الگوهای کندلی قرار میگیرن. پله بعدی شما در واقع دیگه اینجا که الگوی شمی و کلاسیک و اینا رو یاد گرفتید، پله بعدی شما دیگه اینجا کم کم میتونید با یک سری اندیکاتورها آشنا بشید. اینجا موقعشه که شما تقریبا بخوای با یه سری اندیکاتورها آشنا بشی، حالا نه همه اندیکاتورها، یه سری مثلا اندیکاتورهای پایه، مثل یه سری اندیکاتورها داریم پایه هست، یعنی شما اینا رو یاد بگیری خوبه، مثل مکدی، حالا RSI، حالا اینا رو فارسی دارم نمیسن، ولی مکدی، RSI، مثلا Moving Average، اینا مثلا این سه چهار تا چند تا دقیقا اندیکاتور پایه خوبن که اینا مثلا بد نیست شما اینا رو بخوای یاد بگیری. اندیکاتور میاد به شما چه کمکی میکنه، من اینجا این ورتر میذارمش، میگه آقا اوکی دوباره من حمد مقاومت رو بکشم، میگه اوکی اینا رو شما گفتی این کندلا شکل گرفته، مثلا داره با این کندلا میره بالا، مثلا یه الگویی هم شکل گرفته. خب اندیکاتور میاد بر اساس حجم، حالا بعضیشون بر اساس حجم، بعضیشون بر اساس چیزای دیگه میان، بعضیشون میان میگن که آقا مثلا یک، حالا یه چیز اضافه به نمودار شما اضافه میکنه، مثلا زیر قیمت میاد یه دونه نمودار دیگه اضافه میکنه، میگه آقا این نموداره اگر مثلا زیر یه عددی بود خوبه، بالای یه عددی بود خوبه. پس شما وقتی بیاید ترکیبش کنی با اون چیزی که تا الان بلد بودی، مثلا شما الگوی کلاسیک بودی، حمایت مقاومت و چیزای دیگه، شما میگفتی الان رو مقاومت این الگو کلاسیک رو زده، الان خوبه موارد دیگه، و الان اندیکاتور نمیدونم مکدیش هم عدد فلانه، یا مثلا اندیکاتور مکدیش هم اومده مثلا بالای صفر زیر صفر، پس این هم یک نشونه مثبت دیگه، یه یعنی تاییدی دیگه به شما میده این اندیکاتور، و خب این هم به شما کمک میکنه که در حد بتونید قاعدتا راحت تر تحلیل بکنید، یعنی تاییدی اضافه میاد تو این مرحله قبلی به شما میده. تا اینجا برای دوستان جا افتاد؟ تا اینجا تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال تمام نشده، تا اینجاش جا افتاد برشون که چجوری اینا مثل زنجیر به هم وصل میشن؟ خب بسیاره، پس اینم اندیکاتور ها میاد یه انگار تاییدیه قوی تری روی اون چیزی که شما تا الان بلد بودید خدمتون ارائه میده. خب اینم پس از اندیکاتور ها. پله بعدی که شما باید یاد بگیرید، حالا میگم واگرایی و اینجور چیزا هم تو همین اندیکاتور ها میاد دیگه، چون شما مکدی آرسا اینا بلد باشی، واگرایی هم میتونی دیگه کم کم یاد بگیری و واردش بشی. در حد پله بعدی که شما باید سعی کنید وارد بشید و یاد بگیرید تو تحلیل تکنیکال، میره در حد قضیه فیبوناچی ها میشه. یعنی به نظرم بعد از اینکه اندیکاتورها رو یه ذره یاد گرفتید و الگوها اینا رو یاد گرفتید، فیبوناچی ها جای بدی نیست وارد بشید. فیبوناچی کاربردش چیه؟ فیبوناچی میاد میگه آقا دوباره من همون حمایت مقاومت رو بکشم، این دوباره اینا رو هم بکشم که مثلا داره میاد پایین داره میره بالا هر چیزی. فیبوناچی به شما میگه آقا خب همیشه که دوستان تا
دقیقا تا این حمایت نمیاد که یا اصلا میره پایین تر یا اصلا میره بالاتر. فیبوناچی میاد یک سری سطوحی رو برای شما مشخص میکنه تو قیمت، حالا چه در پایین قیمت چه بالا، میگه آقا این سطوح هم شما مد نظرت موقع تحلیل قرار بده، یعنی مثلا علاوه بر قیمت بابتی که پیدا کردی موارد دیگه یه سری سطوح هم من بد میدم، مثلا میگم آقا این خطرم ناحیه هم مهم بدون، اون یکی ناحیه هم مهم بدون، چه تو پایین اومدن چه توی بالا رفتن سم. تو پایین اومدنش مثلا با یه نوع فیبوناچی، یعنی تو اصلاح شما با یه نوع فیبوناچی میتونی مثلا تشخیص بدی، تو بالا رفتنش هم یه نوع فیبوناچی خاص دیگه. یا مثلا به شما میگه آقا اهدافت اگر مثلا بره بالا اینا رو هم تو مسیر در نظر بگیر، مثلا داره میاد پایین اینا رو هم تو دل اون پایین اومدن در نظر. فیبوناچی هم پس میاد یه جورایی انگار به شما کمک میکنه که اون مسیری که از بالا داشتیم در مورد صحبت میکردیم و یاد بگیر. اینا من میگم فیبوناچی یه مثلا یه کلاس یه روبه نیست، فیبوناچی انواع مختلفی دارن خودشون، دو کلاس فقط 4-5 ساعته نیاز داره، فیبوناچی زمانی داریم، نمیدونم اصلاحی داریم، یعنی خودشون یه دنیایی یعنی. اما من دارم کلی میگم که فقط شما بدونی کاربردش چیه، یعنی یه سری نواحی رو به شما میگه که شما میتونی ازش استفاده بکنی و دقیقت تحلیلاتون رو انجام بدید. خب پله بعدیمون چی میشه؟ آقا ما تا اینجا فهمیدیم چی شد. پله بعدیمون چی میشه؟ پله بعدی شما بعد از اینکه فیبوناچی رو یاد گرفتی در حال بعد وارد الگوهای هارمونیک بشید. الگوی هارمونیک رو به هیچ عنوان زود واردش نشید. چرا؟ چون الگوی هارمونیک یه جورایی پیش نیازش فیبوناچیه. یعنی شما تا فیبوناچی بلد نباشی زیاد الگوی هارمونیک برات مفید نیست. چرا؟ چون همونطور که گفتم مثلا فرض کنید قیمت، و گفتم فیبوناچی هم مثلا یک سری سطوح اومده برای من مشخص کرد. الگوی هارمونیک چی میگه؟ الگوی هارمونیک میگه آقا اگر مثلا قیمت شما روی فلان سطح فیبوناچی واکنش داد، روی نمیدونم این یکی سطح فیبوناچی هم واکنش داد، احتمال هدف پایینش مثلا میشه اینجا. یعنی بر اساس اون فیبوناچی که تا الان شما تو مرحله قبل یاد گرفتی که آقا اینا ناحیه فیبوناچی، میاد یه سری الگوی دیگه به شما میده، میگه اگر تا فلان ناحیه مثلا فیبوناچی اومد پایین واکنش مثبت نشون داد، حالا که داشت میرفت بالا روی اون یکی ناحیه نمیدونم فیبوناچی واکنش منفی نشون داد اومد پایین، احتمالا تو این پایین اومدنه میره تا مثلا یه عدد خاصی از یه درجه خاصی از فیبوناچی. یعنی پس پیش نیاز الگوی هارمونیک، چون شما باید بدونی اصلا اون ناحیه چیه دیگه که بخوای مثلا بگی اگه تا اونجا اومد پایین یا تا اونجا رفت بالا بخوای اون الگوی هارمونیک رو شکل بدی. پس این هم میشه اون دقیقاً الگوی هارمونیک و دقیقاً کمکی که میتونه به شما بکنه. من فقط اینجا نکته رو بگم، آره دیگه دقیقا دوستان دارم میگن الگوی گارتلی، خفاش، کوسه، اینا همه الگوی هستن که بر اساس همون فیبوناچی میان دقیقا شکل میگیرن و میتونن به شما کمک بکنن. من فقط اینجا پرانتز باز بکنم دوستان، شما من حالا ترجیح هم اینه که بعد از فیبوناچی و بعد از الگوی هارمونیک بخواین اصلا واردش بشید، ولی اینجا کم کم میتونید وارد دیگه ایچیموکو هم بشید. ایچیموکو یه نوع اندیکاتوره که خیلی تکمیله، یعنی خودش میاد هم حمایت مقاومت رو براتون پیدا میکنه، یعنی هم این چیزایی که حمایت مقاومت رو که گفتیم پیدا میکنه، هم حالا یه سری الگوها توش مهمه، هم حالا یه سری نواحی توش مهمه که فیبوناچی نا مثلا ممکنه به شما بگه، یعنی یه اندیکاتور تقریبا کاملیه. شما اگه بعضی به تنهایی فقط با خود ایچیموکو تحلیل میکنن، یعنی اصلا ابزار دیگه استفاده نمیکنن، چون هم میگم هم حمایت مقاومت رو میگه، هم خودش یه سری الگو داره، هم نواحی مهم رو میاد میگه. اینجا بعد نیست که بخواین کم کم وارد ایچیموکو بشه، حتی میتونید اصلا بعد از حمایت و مقاومت بیسیک که یاد گرفتین هم وارد ایچیموکو بشید، اما خب پیشنهادم اینه که تحلیل تکنیکال ذره آشنا بشید تا اینجا ها بعد بخواید وارد ایچیموکو بشید. ولی ایچیموکو میگم چون چیز کاملی، همون مفهوم حمایت مقاومت شما اون اولیات بگیری بعدش میتونی وارد ایچیموکو هم بشی، ایچیموکو هم یاد بگیری. خب بعد از اینکه حالا این مواردم یاد گرفتیم، الگوی هارمونیک و اینا، نوبت چی میشه؟ اینجا دیگه شما به نظرم میتونید کم کم وارد در حد مبحث پرایس اکشن بشید. یعنی دیگه اینجا تقریبا جای مناسبیه، چون شما دیگه بیسی داری، میدونی حمایت مقاومت چیه، میدونی نواحی مهم چیه، اینجا میتونید وارد پرایس اکشن بشید. پرایس اکشن هم سبکای مختلفی داره دوستان، مثلا یه دونه نیست شما بگی من دیگه پرایس اکشن یاد گرفتم، نه. پرایس اکشن هم
آدم های مختلفی بودن که اینو در حد سبک و مثلا سبک خاص خودشون تو پرایس اکشن گفتن، مثلا البروکس، آلفونسو، نمیدونم لنس، هم آدم های مختلفی بودن هم سبک های کلا مختلفی داره. یعنی مثلا پرایس اکشن عرضه و تقاضا داریم، پرایس اکشن اسپارتمانی داریم، پرایس اکشن مثلا بر اساس حجم داریم، هزار تا پرایس اکشن داریم، هزار نوع هم در حد آدم های مختلفی که اینا رو کار کرد. من فقط اینجا پرانتز باز کنم، اون الگوی هارمونیک و فیبوناچی و ایچموکو اینا رو ما کلاسش داریم ما، یعنی اونا رو نگفتم کلاسشون نداریم به این معنی نیست که نداریم، نه هم اونا هم تا پرایس اکشن ها رو داریم. ما هم پرایس اکشن لنس و آلفونسو اینا رو معمولا به صورت دوره‌ای برگزار میکنیم. پس این هم که ما پرایس اکشن مثلا نداریم کلاسش یا این چیزا پیشرفته رو نداریم نیست، همه اینا رو اتفاقا پیشرفته ترین نشام داریم. یعنی مثلا ایچیموکو رو ما میریم تخصصی کلاسه مثلا حد سود و ضرر با ایچیموکو، نمیدونم رفتار قیمت تو ایچیموکو، اینا رو همه رو برگزار میکنیم. خب پس اینم پرایس اکشن. و پله آخر به نظرم دیگه پله آخر که شما یاد بگیرید تو تحلیل تکنیکال، دیگه میتونی بگی که من تحلیل تکنیکال 100 بلدم، اون امواج الیوت. امواج الیوت چه کمکی به شما میکنه؟ یه ذره مبحث پیشرفته تریه کلا نسبت به همه چیزهایی که شما تو تحلیل تکنیکال بلدید. الیوت میاد به شما میگه که آقا ما چه توی پایین اومدن چه توی بالا رفتن معمولا با یک دقیقا موجهای خاصی میریم. مثلا میگه آقا تو بالا رفتن ما با یک حالت یک مثلا دو سه مثلا چهار پنج، مثلا میگه توی مثلا حرکت پنج حرکت میریم. تو پایین اومدن میگه نه ما مثلا تو سه حرکت میایم، A B C. حالا مثلا این سه چقدر میتونه باشه، معمولا اون یکه میتونه چقدر باشه، این A B C میتونه چقدر باشه، و این قاعده های خاص خودشو داره. مثلا تو مثلا موج سه نباید از موج دو مثلا بیاد پایین تر، نه فلان. اینا در حقیقت میشه اون چیزی که الیوت میاد به شما میگه. الیوتو بس به نظرم بذارید اون ته ته ماجرا، نه به خاطر اینکه سختی یا هر چیزی، به خاطر اینکه شما یاد بگیریم حمایت مقاومت چیه، از اندیکاتور چیه، اینا رو تا یاد نگیرید تا با اینا در حقیقت مفهومشون کاملا آشنا شید، یه ذره الیوت براتون بی‌معنی میشه. چون شما الان موج فهمیدی، الان موج سه، خب بالاخره موج سه کجا قرار تمام شه؟ بعد یه مقاومتی بخوره یه جایی در حقیقت بره دیگه. خب اون بچه‌ها مفهوم حمایت مقاومت بلد باشه دیگه، بتونی اینها رو در حقیقت جلوشو بگیری. پس اینم میشه اون الیوت. و دیگه ته تهش هم بخوایم بگیم دیگه یه سری استراتژی معاملاتی ترکیبی میشه. مثلا شما میگه آقا فیبوناچی رو با الگوی هارمونیک ترکیب میکنید، نمیدونم ایچیموکو رو با الیوت ترکیب میکنید، دیگه پله بعدی و حرفه ای تر تحلیل تکنیکال میشه ترکیب اینا. یعنی چیز جدیدی به اون شکل دیگه به صورت دسته بندی وجود نداره که مثلا بگم دسته بندی جدیدی مثلا داریم به نام ایکس، نه دیگه دسته بندی کلی ایناست دیگه. اون چیز بعدی پله بعدی میشه حرفه ای ترش که در واقع ترکیب اینا میشه. یعنی شما دیگه بخوای پیشرفته تر تحلیل تکنیکال بعد از اینایی که عمر یاد گرفتی یاد بگیری، میری ترکیبی. یعنی شما میری آقا مثلا ایچیموکو رو ترکیبش رو با الیوت از فلان استاد که اینا رو میاد با هم دیگه ترکیب میکنه یاد میگیری، و مثلا دیگه میای بر اساس اونها معامله میکنه، مثلا بر اساس ترکیب اون دوتا، یا نه مثلا میری حمایت مقاومت میای ترکیبش رو با مثلا فیبوناچی ها ترکیب میکنه. اون دیگه میشه عالی ترین و حرفه ای ترین سر سطح تحلیل تکنیکال که شما میای چند تا چیزو با هم ترکیب میکنی. یه سوال شاید پیش بیاد که آقا چرا ترکیب بکنیم، چرا نیایم همه اینها رو اجرا بکنیم؟ دوستان همشون رو اجرا کردن یک وقت زیادی میخواد، دو شما رو اتفاقا بیشتر گیج میکنه. یعنی شما بخوای 10 تا چیز رو هی با هم چک کنی، اینا بیشتر اتفاقا گمراه میشید. یعنی چون دو تاشون سیگنال خرید میده، سه تاشون در سیگنال فروش میده، آخر نمیدونی بخری نخری. اما وقتی بیای مثلا دو تا نخواست سه تا این رو با هم ترکیب بکنی، یه استراتژی مناسب بسازی، دیگه از اون حالت گمراهی هم خارج میشی. خب اینم پس پرونده تحلیل تکنیکال که بس نیم رفت. برای دوستان جا افتاد که مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال به چه شکله؟ گفتم در پرایس اکشن چه پارامتری بررسی میشه؟ در پرایس اکشن رفتار قیمته. یعنی میان رفتار قیمت رو مد نظر قرار میدم. مثلا آقا قیمت الان با این شیب رفت بالا، یعنی نمیدونم این حرکت رو کرد، اینجا مثلا احتمالا بریزه، یا مثلا اومد پایین اینجا احتمالا بره بالا. خب
برای دوستان جا افتاد. من حالا یه نکته میگم، بعد میریم یه استراحت کوتاه، بعد برمیگردم میام چون خدمت رو ادامهش میدم. دوستان تمام چیزهایی که ما تا اینجا گفتیم به نظرتون چقدر راهه؟ یعنی چقدر راه معامله گریه توی نقش راه معامله گری؟ چند درصد عدد بگید، مثلا چند درصد به نظرتون تا اینجایی که ما گفتیم چند درصد اون راه معامله گری حرفه‌ایه؟ خب بسیاری دارم میگن 70 40 30 20. خب دوستان بخوام حقیقتش رو خدمتتون بگم، حالا هم اقتصاد کلان، هم تحلیل بنیادی، هم تحلیل تکنیکال، به علاوه حالا تابلوخانی، هم تابلوخانی و فیلتر نویسی که نگفتم ولی جلوتر میگم، همه اینا با همدیگه نهایت 50% ماجران. حالا تو ادامه کلاس میگم 50% دیگه چی انا، اما شما تحلیل بنیادی و اقتصاد کلان و تحلیل تکنیکال و همچنین تابلوخانی و فیلتر نویسی که جلوتر میگم و اینا رو همه رو بخوای با هم بگی آقا چند درصد ران، اینا 50% ماجرا. 50% دیگه رو بعد از یه استراحت میام خدمتتون توضیح میدم. الان ساعت 6، ادامه کلاس 6:10 من خدمتتون میام. 10 دقیقه استراحت کنم، من میام ادامه راه رو خدمتتون. دوستان تا اینجا واضح بود همه چی، مسیر که به چه شکل بود؟ یکی از دوستان گفته بودن بالاتر هم یه بار دیگه نشون بدید. حالا من زیاد خوب ننوشتم ولی ایچیموکو پرایس اکشن، هارمونیک، فیبوناچی، الگو کلاسیک، الگو شمیم، تحلیل بنیادی، صورت مالی، نسبت مالی، تحلیل سند، پیش بینی سود و ارزش گذاری، اقتصاد کلان هم که نرخ بهره، سیاست پولی مالی و بودجه و دقیقت حالا موارد دیگهش بود در موردش صحبت کردیم. خب بریم حالا پله بعدی. خب آقا ما پس اومدیم تو این مرحله، فهمیدیم بورس خوبه، تیکش خورد. تو مرحله بعد گفتیم آقا بین این صنعت ها 2-3 تاش خوب بودن، صنعت ها بین اونا مثلا 20 تا سهم خوب بودن، 20 تا سهم اووردیم، تکنیکالش رو بررسی کردیم، دیدیم آقا از این 20 تا مثلا 15 تاش، حالا تعدادش مثلا کمتر بکنم، مثلا آره دیگه هم 15، مثلا 15 تاش علاوه تکنیکالی هم جای خوبی بودن، 5 تاشون نه جای خوبی نبود، مثلا با این کالا ارزنده بود، سهم هر چیزی ما ارزش پیدا کرده بودیم ارزش خوبی داشت اما بالاتر بود مثلا از قیمت ذاتیش یا هر چیزی، برای همین مثلا این 15 تا رو ما اومدیم انتخاب کردیم و مثلا جای مناسبی نبود، رو مقاومتش بود بقیه اون 5 تا دیگه. پله بعدی چیه؟ پله بعدی شما تابلوخانی هست. تابلوخانی میاد چی میگه؟ میگه آقا اوکی شما این 15 تا رو فهمیدی علاوه بنیادی خوبن، جای مناسبی هستن و حالا هر چیز دیگه. حالا شما آیا الزامی، باز دوباره سوال بعدی، آیا الزامی وجود داره که حالا چون یه سهم مثلا رو حمایت روی جای خوب تکنیکالی یا هر چیزی بخواد رشد داشته باشه؟ دوباره نه، میگم رو حمایت میرسه، هر حمایتی ممکنه بشکنه دیگه دوستان، الزامی نیست مثلا حمایت حتما برگرده. ما از اون 20 تا فهمیدیم آ 15 تا جای خوبیه، جای حمایتیه، اوکی، اما خب آیا از این 15 تا همشون رو حمایت قرار برگردن؟ قاعدتا نه. پله بعدی که شما باید چک بکنید تابلوه، یعنی آقا من مثلا این 15 تا فرض کنید مثلا اوضاعشون اینجوری بود، حالا مثلا اینجا اومده، خب آیا اینجا همشون رو باید بخریم؟ قراره همه از من بره بالا؟ نه دیگه، خب الزام ممکنه که اینم بشکنه بیاد پایین، دوتا حالتش هست. شما بعد روی این حمایت یه مؤلفه دیگر رو چک بکنید تحت عنوان در واقع تابلوی نماد یا تابلو خانی. تابلو خانی میره چی میگه؟ میگه آقا من توی این نقطه که حمایت ها یا اونجا مقاومت برم چک کنم، یا نزدیکاش مثلا داره توی این پایین اومدنه، توی این بالا رفتن، چک کنم برم ببینم که الان گفتین یکی از دوستان پرسید گفتین تکنیکال و فاندامنتال 50% مسیر است بقیه چی؟ نه من نگفتم تکنیکال فاندامنتال 50، گفتم تکنیکال و فاندامنتال و اقتصاد کلان و تابلوخانی و فیلتر نویسی، همه اینها با هم در حقیقت 50%. دوستان یه چند لحظه بخوام
خب اصخایی میکنم، پس گفتم من نگفتم تکنیکال و فاندامنتال 50%، گفتم تکنیکال، فاندامنتال، اقتصاد کردن، تابلو خانی، فیلتر نویسی، همه اینا با هم 50%. آره الان ادامهشو میگم خدمتتون. چی؟ خب پس من گفتم روی این حمایت مقاومتی یا توی این مسیر من باید چک کنم که آقا اوکی الان رو حمایت برم چک کنم آیا خریدار قوی داره روی این حمایت، آیا الان داره حجم زیادی میخوره روی این حمایت، آیا الان قدرت خریدارها نسبت به قدرت فروشنده کمتره بیشتره چجوریه. چون شما دقیقا تابلو معاملاتی رو چک کنید مثلا یه نسبتی داره، مثلا شما میری چک میکنید میبینی آقا 1000 نفر مثلا سهم 1 میلیارد حجم خورده، ببخشید 1 میلیارد تومان حجم خورده، ارزشش یعنی 1 میلیارد تومان بوده، شما میری چک میکنی میبینی از این ور 1000 نفر 1 میلیارد خریدن، حالا هر کی مثلا یه عددی، از اون نفر از اون طرف مثلا 100 نفر 1 میلیارد تومان در مجموع با هم فروختن. خب این نشون میده اون 100 نفر خیلی قوی تر بودن، یعنی فروشنده های قوی تر بودن نسبت به این 1000 نفر دیگه، ارزش کله 1 میلیارد تومانه. اما این بر 1000 نفر با هم پول گذاشتن خریدن، اون بر 100 نفر با هم پول گذاشتن فروختن. خب پس این 100 نفر قوی ترن نسبت، پس اینجا شما میبینید قدرت فروشنده نسبت به خریدار قوی تر. یا مثلا این سهم همیشه مثلا در حد 1 میلیارد تومان ارزش معاملاتش بوده، حجم می‌خورده، حالا اومده اینجا یهو شده 20 میلیارد تومان. خب پس احتمالاً یه پولی داره، یه دقیقاً یه پول جدیدی حالا یا داره وارد میشه خارج، که حالا بعد با اون نسبت قدرت خرید و فروشنده بتونیم بفهمیم که یه پول عجیبی داره بالاخره وارد میشه دیگه. تا الان داشته مثلا 20 روز 1 میلیارد تومان ارزش معاملاتش بوده، یهو شده 20 میلیارد. خب حتما این خبری هست دیگه. پس اینم تابلوخانی که به شما کمک میکنه آقا روی این حمایت چک کنی ببینی اوضاع مثلا تابلوش چیه، اوضاع خریدار فروشندش چیه، حالا مثلا خریدارش قوی ان فروشندارش قوی ان، اوضاع از چه قراره. اینم پس به این شکل به شما کمک میکنه. خب حالا من 15 تا سهم رو اووردم تو این مسیر، دیدم آقا از این 15 تا ما بخوایم پر پرش مثلا حساب بکنیم 6 تاش مثلا دیگه خوبه، یعنی 6 تا هم بنیادیشون اوکی بود تو اون مسیر ما آوردیمش، هم تکنیکالی جای حمایت خوب بودن، هم تابلوشون خوب بود، یعنی رو حمایتی که بودن هم قدرت خریدار خوب بود، هم حجم خوب بود، همه چی خوب بود. خب حالا این 6 تا رو من بهش رسیدم و این 6 تا میشه اون سهمایی که در واقع من مد نظر دارم. من فقط یه پرانتز باز کنم، شاید خیلی دوستان بگن فیلتر نویسی پس چی شد. دوستان هر کدوم از این مراحل فیلتر نویسی خاص خودشو داره. حالا اقتصاد کلان اونقدر فیلتر مثلا دقیقی نره بخوام مثلا بگم آقا این سایت فیلتر نویسی داره، اما مثلا تحلیل بنیادی فیلتر نویسی خاص خودشو داره. شما مثلا اگر از سایت بورسیو ما استفاده بکنید، مثلا شما میتونی فیلتر بکنی. فیلتر اصلا فیلتر نویسی معنی چیه؟ یعنی آقا من میخوام یه سری المانایی که برام مهمه، یه سری چیزایی که برام مهمه رو از بقیه جدا کنم. مثلا تو تحلیل بنیادی چی میشه؟ من گفتم ما سری نسبت مالی داریم دیگه، مثلا نسبت مالی سوداوری، گفتم مثلا اگر بالای 1 باشه مثلا خوبه، زیر 1 باشه مثلا بده. خب شما یه راهش اینه که بری نسبت مالی های همه شرکت ها رو ببینی، یه راهش هم اینه بیای فیلتر بزنی بگی آقا من همه شرکت هایی که نسبت نمیدونم فلان چیزش بالای 1 رو میخوام، مثلا بیا بره اون سامانه برای شما کل اون مثلا چند صد تا نمادو بگرده بگی آقا این 10 تا این نسبت مالیشون مثلا بالای اینه، مثلا این یکی نسبت مالیشون زیر اینه، که اینو شما تو سایت بورس ویو ما میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. بورس ویو وب، حالا موبایل هم بعضی چیزای خلاصش هست، اما بورس ویو وب یا در واقع بورس ویو سامانه در واقع دسکتاپ ما، اینا رو فیلترش رو در واقع میتونید استفاده کنید. مثلا شما میذارید آقا نسبت مالی این میخوام زیر این عدد باشه رو به ما بگو، میگه میخوام اگر من فلان چیزش با این عدد بود به ما بگو، میگه میگه مثلا نرخ نام فروشش انقدر بود بگو، میگه. پس این فیلتر نویسی خاص خود تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال هم باز فیلتر نویسی خاص خودشو داره. تحلیل تکنیکال هم باز یعنی شما مثلا حالا هم اینو دیگه همین ایزی چارت همین ایزی تریدر هم داره. شما ایزی تریدر اگه از المان های مثلا در موس ببرم اینجا ایزی فیلتر میبینید، در موس روش ایزی فیلتر، ایزی فیلتر در حد حالا هم برای تابلو به شما کمک میکنه، هم تکنیکال، یه سری المان های تکنیکال هم داره. مثلا شما میری تو ایزی فیلتر برای خود فیلترهای میتونید دستی درست کنید، چون یه سری فیلتر آماده داره که حالا بیشتر برای تابلوه، برای تابلو خانه یه سری فیلتر هم خود میتونید درست کنید. مثلا میزنید آقا اگر مثلا اندیکاتور مکدیش بالای این عدد بود به من بگو، چون مثلا اندیکاتور رو یاد گرفتی دیگه. خب مثلا میره میگرده خود ایزی تریدر
میگه آقا بلین چند صد تا نماد، این 50 تا مثلا مکدیشون بالای این عدده. و دیگه شما کارت راحت تر میشه دیگه، به جای اینکه بری چند صد تا نماد خودت دونه دونه چک کنی ببینی مثلا کدومش اندیکاتور مکدیش فلان عدده، این میاد براتون فیلتر میکنه به شما میده. پس اینم میشه فیلتر تکنیکال که همین ایزی فیلتر به شما میده. حالا یه سری فیلتر هم خود بورسیو موبایل به شما میده، اینا همه مال مفید دیگه، هم بورسیو هم ایزی تیدر. تابلو هم باز همینه، یه سری فیلتر داره. یعنی شما آقا میخواید ببینید حجم معاملات نمیدونم رفته بالا یه عددی یا جان قدرت خریداراش بیشتر بوده، اونم هم حالا ایزی فیلتر میتونید استفاده بکنید که الان نشونتون دادم تو ایزی تریدر، هم از بورس ویو موبایل. بورس ویو موبایل هم باز یه سری المان ها داره. همین چیزا که من میگم تو گوگل بزنید دیگه، مثلا بورس ویو موبایل سرچ کنید ببینید چی میاد، همون سایت بی وی دات ای مفید میاد که برای خودمون رایگان هم هست میتونید استفاده کنید. گفتم فیلتر نویسی بنیادی از کجا میشه تهیه کرد؟ بورس ویو وب، یعنی خود تو دقیقاً گوگل بنویسید بورس ویو وب براتون میاره، اونجا دقیقاً فیلتر نویسی بنیادی رو میتونید استفاده بکنید. خب پس فیلتر نویسی چیز خاصی نیست که بگید من مثلا با فیلتر نویسی میتونم مثلا فلان کارو کنم، نه، فقط به شما سرعت کار میبره بالا. یعنی به جای اینکه دستی بشینید دونه دونه اینا رو چک کنید، خودش میره چک میکنه میگه آقا این 5 تا این 10 تا مثلا از بقیه بهتر. خب پس ما تا همه این ماجرا که تکنیکال و بنیادی و اینا رو با تابلو و فیلتر گفتیم، اینا گفتیم همش 50% ماجرا است. پس اصل کار چیه؟ چیا باقی مونده که در حد اصل کار ماست؟ دوستان اصل کاری که اینجا باقی مونده یه چند تا چیزی که الان با هم می‌نویسیم. پس ما الان اقتصاد کلان رو گفتیم، اینا رو هم گفتیم، اینا چند تا شد؟ آره دیگه، تحلیل تکنیکال هم گفتیم، تابلو خانی میشه 4، فیلتر نویسی میشه 5 که گفتیم، 6 دوستان میشه مدیریت پورتفوی و ریسک. اینا که من میگم فقط مدیریت پورتفوی ریسک، خودش یک مثلا دنیایی یا مثلا یک کلاس یه ساعته نیست، خودش یه دنیا. مدیریت پورتفوی ریسک میاد چی میگه؟ یک از گفته استراتژی تو دل همین قرار میگیره دیگه جورایی، چون ریسک رو شما بخوای کنترل کنی، حد سود و حد ضرر رو اینا میشه، میشه همون استراتژی. مدیریت پورتفوی مثلا چیا رو میاد به شما میگه؟ میگه آقا اوکی، شما همه اون مراحل طی کردی، فهمیدی این 6 تا رو مثلا سهم خوبیه، حالا چجوری بخری این 6 تا رو؟ بری مثلا پولت که مثلا چه میدونم 100 میلیون بوده، بیای تقسیم بر 6 کنی همه رو یکسان بگیری، یا نه اصلا بیای 50% پورتفوی تو مثلا این 6 تا رو بگیری، بقیه‌اشو چه می‌دونم بری درآمد ثابت بگیری، یا نه بیای تقسیم کنی بره مثلا طلا و سهام و اینا. این مدیریت پورتفوی میاد اینو به شما میگه آقا من اینو چجوری بچینم، مثلا بیام 50 50 بکنم، نمی‌دونم 50 30 بکنم، چیکار بکنم که بهتر باشه، اصلا آیا همشو سهام بکنم یا نه مثلا برم یه چیزای دیگه هم بگیرم بذارم تو پورتو. بالاخره این میشه بحث مدیریت پورتو. مدیریت ریسک هم که حالا یه بخشش همین متنوع سازی به اصطلاح سبد سهامتونه، یه بخشش هم میشه همون حد سود و حد ضرر دیگه. یعنی آقا من برای خودم بیام حد سود و حد ضرر تعیین بکنم، مثلا اگر فلان سهمو خریدم، اوکی من از این 6 تا مثلا 6 تاشو خریدم، حالا یه دونه رو من مثلا 1000 تومن خریدم، می‌خواستم بشه 1500، حالا نشد 1500، من شد 900، بفروشم یعنی حد ضررم بگم خورده یا نه مثلا نگه دارم. بالاخره حد سود حد ضرر ریسک معاملات شما رو میاره پایین دیگه. اون مدیریت پورتفولیو ریسک هم میاد در حد این پاسخ شما رو، در حد این نیاز شما رو برطرف میکنه که شما بیاین در واقع چجوری معامله کنید، که یه جوری من بخوام بهتون بگم این اصل ماجرا هم اتفاقا همینجاست. یعنی این تیکا فقط شما کمک کننده است، این اصل ماجرا هم مدیریت پورتفولیو ریسک. پله بعدی که بخوایم بگیم آقا یه ذره دیگه مثلا شما بخوای حرفه‌ای بشی بعد یاد بگیری، بحث روانشناسی معاملات. این حالا روانشناسی معاملات ترکیبیه دیگه، هم روانشناسی معامله گری سرمایه گذاری، همه اینا میاد زیر مجموعه. روانشناسی معاملات چی میگه؟ اتفاقا میاد میگه آقا شما تحلیل تکنیکال بلدی، تحلیل بنیادی بلدی، تابلو بلدی، همه چیزایی که من الان گفته بودم بلدی، اما یه مشکلی که وجود داره اینه که شما به هیچ کدوم اینها عمل نمیکنید. حقیقتش همینه دیگه، خیلیاتون تحلیل تکنیکال بلدید، تحلیل بنیادی بلدید، اما یهو میبینید سر به زنگاه بهش عمل نمی کنید. مثلا
قشنگ اومده حمایت رو هم شکسته، من نمیفروشید. میگیم چرا؟ میگی نه این برمیگرده. میگیم چرا برمیگرده؟ چون مثلا فلانی تو تلگرام گفته بود برمیگرده، یا اصلا فلانی هم نگفته بود، من خودم حس میکنم که از اینجا برمیگرده. این دیگه حس میکنم و تو تلگرام گفت و اینجور چیزا، این مقاومت هایی که ما داریم نسبت به اون روش تحلیلیمون میره تو اون قسمت دقیقا روانشناسی معامله گریمون، و باید این بخش رو در حقیقت تقویت بکنیم که بتونیم در حقیقت کنترلی رو خودمون و معاملاتمون داشته باشیم که بتونیم انشالله تو معاملاتمون سود بکنیم. و به نظرم اتفاقا اون چیزایی که من همه با هم گفتم 50% ماجراست، این دوتا هم با هم دیگه 50% دیگه است. یعنی شما این اینا رو اگه به عنوان مکمل در کنار اون موارد دیگه استفاده نکنید، من بعید بدونم که بتونید تو معاملاتتون آنچنان موفق باشید. میگم مدیریت پورتفولیو که ما کلاسش رو برگزار میکنیم، مثلا اصول مدیریت پورتفولیو خود آقای سید جواد حسینی میاد برگزار میکنه، کلا آقای حسینی معمولا کلاس پورتفولیو ریسکمون رو میاد برگزار میکنن، هم حالا از دید تکنیکالی یعنی حد سود و حد ضرر و اینا، هم از دید در حد پایتون، یعنی میان براتون کد پایتون میزنن، میگن آقا بر اساس مثلا من که شما بخوای مثلا پایتون یاد بگیری، کد رو در اختیارتون میذارن، شما اون کد رو میری استفاده میکنی، مثلا میگه آقا اگه پورتوتو اینجوری بچینی بهتره، این درصد اینا رو بذاری توش بهتره. یا مثلا روانشناسی معاملات هم کلاسای اقتصاد رفتاریمون میشه که باز آقای رشیدی میاد برگزار میکنه، که اونا میاد در مورد حالا خطاهای معامله گری که انسان ممکنه داشته باشه یا موارد دیگه صحبت میکنه. پس دوستان تا اینجا براتون کامل جا افتاد که در حد مسیر چجوریه. میگم 50% اصلی اینجاست، ولی خب یه نکته که این 50% داره اینه که شما تا اون 50% اولی یاد نگیری اینا هم به دردت نمیخوره. یعنی اینجوری نیست که بگی آقا اون تیکه تا انواع روش های تحلیل 50%، این مدیریت پورتفولیو کار روانشناسی معاملات هم 50%، حالا من نمیخوام تحلیل یاد بگیرم، بیام این 50% این تیکر رو یاد بگیرم. نه، این 50% تیکه دوم شرط داره، شرطش هم 50% تیکه اول. یعنی شما تا 50% تیکه اول یاد نگیری اصلا به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون مدیریت پورتفولیو اول شما باید سهم خوبه رو بدونی، آقا این 6 تا خوب بود، حالا این 6 تا رو چجوری بچینم، وگرنه شما بین چند صد تا سهم بازار چجوری میخواید تعیین کنی که اصلا چی رو بذاری تو پورتفوی؟ پس پیش نیاز اصلا مدیریت پورتفوی اینه که شما تحلیل ها رو بلد باشید. اصلا روانشناسی معاملات هم همینطور، پیش نیازش اینه که شما روش تحلیل رو بلد باشید دیگه. من گفتم اصلا این روانشناسی معاملات به شما کمک میکنه که آقا اگر شما نمیتونی به هر علتی حالا مثلا اون روش تحلیل تو اجرا بکنی یا رو خودت مسلط باشی تو معاملات و اینا، بیاد به شما بگه راهکاری بده که شما مسلط بشی. وقتی اصلا شما روش تحلیل نداری دیگه میخواد رو چی شما رو مسلط؟ پس پیش نیاز این دو تا 50% اتفاقا همون درقت 50% اولی است، ولی خب میگم مهم ما همین دوتان، یعنی اصلا یه جورایی عرض برعکس رو به هم ربط دارن. من حالا آخر کلاس شاخص کلم بررسی میکنم، دوستان نگران نباشید، نظرم رو میگم، ولی خب اینا در حقیقت مسیر آموزشی بود. خب حالا من میخوام یه سوال بپرسم. خب این مسیر طولانی بود دیگه، اگه میخواستیم اصولی بریم، در حقیقت مسیر اصولی تحلیل بود، یعنی من میخوام اصولی تحلیل کنم بعد این مسیر رو برم، آیا حتما بعد این مسیر رو من مثلا همه این مسیر رو برم؟ نه، بعضی ممکنه فقط بیان تحلیل تکنیکال کار کنن، از اون حالت ایدئالش خارج میشه، اما خب دیگه مثلا فقط تکنیکال کار میکنه، یه ذره دقیقا اون به اصطلاح بهینه معاملات بهینهشون میاد پایین تر، یه سری فقط بنیادی کار میکنه، خب این باعث میشه یه ذره بهینگی معاملاتشون بیاد پایین تر دیگه، چون یه تیکر رو دارن انتخاب میکنن. حالا من سوال دارم، آیا به نظرتون یه مسیر میانبری وجود داره که آقا من نخوام دیگه برم اقتصاد کلان یاد بگیرم، بنیادی یاد بگیرم، تکنیکال یاد بگیرم، تابلو یاد بگیرم، مدیریت پورتفولیو روانشناسی، به نظرتون یک مسیر میانبری وجود داره که آقا من نخوام اینا رو یاد بگیرم؟ دقیقا اکثر دوستان دارن توی در حقیقت چت می نویسن. دقیقا دوستان، راه دیگه‌ای که وجود داره صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
چرا میگم صندوق ها؟ شاید بگید الان مثلا چون حالا مفید صندوق داره. نه، اصلا منظورم اون نیست. شما وقتی مفهوم این روش ها رو بدونید، الان که من صندوق رو به شما توضیح بدم بیشتر براتون جا میفته که این صندوق ماهیتش چیه. دوستان صندوق ها اصلا چی هن؟ من بگم برای چه دوستان هن اصلا صندوق چیه؟ دوستان صندوق ها یک نهاد مالی هن. یعنی به اصطلاح یک حالا مالی هن که زیر نظر سازمان و بورس فعالیت میکنن. بعد مثلا چجوریه کارشون؟ یه تیم دارن، مثلا آقا همین صندوق مثلا پیشتاز خودمون که برای مفیده. مثلا شما فرض کن آقا یه تیم چه میدونم مثلا 30-40 نفره این صندوق داره. یه سرشون میان چیکار میکنن؟ یه سرشون میان اقتصاد مثلا وظیفه‌شون این آقا 4-5 نفرشون مثلا هر تعدادی حالا عددی دارم میگم همینجوری ها، مثلا 4-5 نفرشون فقط میان اقتصاد کلان رو مثلا بررسی میکنن، وضعیت اقتصاد کلان اصلا میبینن الان بورس مناسبه نیست، نمیدونم الان اصلا مثلا برن سمت مثلا سهامای کم ریسک بتره پر ریسک بتره. بعضیا مثلا فقط بنیادی ان، صنعات های مختلف رو بررسی میکنن، این صندوق بره چه صنعتی رو بخره چه سهمی رو بخره بهتره. بعضی تکنیکالی فقط میان بررسی میکنن تو اون تیم، بعضیا میان پورتفو رو فقط چک میکنن، بعضی تابلو رو فقط میبینن، بعضی میان اون دقت حالا با اون دید جمعی که دارن سعی میکنن خطای معامله گری رو کم کنن. و خب این باعث میشه که یعنی شما به جای اینکه یه نفر بیای همه مسیر رو بری، حالا شما اصلا فرض کن همه مسیر هم یاد گرفتی، آیا به تنهایی میتونی 100% بگی من همه مسیر رو درست طی کردم؟ نه. اگه دو نفر بودی خب خیلی بهتر بود عمل کردی، 3 نفر بودی که چه بهتر. حالا فکر کن یه تیم داره این کار انجام میده، یه تیمی که مثلا چندین ساله که داره این کار انجام میده. پس صندوق میشه این. و من اصلا هم توصیه نمی کنم، من حقیقتش توصیه هم به شما اصلا نیست که کل پولتون رو بذارید صندوق. نه، من اصلا پیشنهادم کلا این نیست، موافق نیستم. من اتفاقا به نظرم خوبه که شما این مسیر رو تست کنید، چون بالاخره خودتونم یه روز حرفه‌ای بشید بنگه بده. نه، من پیشنهادم این، آقا اگر میخواین این کارم انجام بدی، به جای اینکه کل پولتون مثلا شما میخواید 100 میلیون بیای معامله کنی، به جای اینکه 100 میلیون رو کلش رو بیای این مسیر معامله گری رو طی بکنی، بیا 50 میلیون شما معامله کن. آقا 50 میلیون شو خودت معامله بکن با همین روشی که من گفتم. حالا اصلا دوست داری کل این مسیر رو برو دوستان، نه فقط تحلیل تکنیکال معامله کن، اصلا تحلیل تکنیکال برو حرفه ای شو هر چیز، 50 میلیونش هم بیار بذار توی دقیق صندوق ها. نه اینکه مثلا نصف نصف سال عددشون رونده، نه من میخوام دقیقا نصف باشه که شما یه چیزی رو متوجه بشید. چی رو؟ آقا شما مثلا یه سال رفتی با این روش کار کردی، درست؟ یه سال رفتی مثلا 50 میلیون گذاشتی صندوق، همون یه سال هم مثلا 50 میلیون دیگه تو گذاشتی خودت معامله کردی. من میخوام شما ته این یک سال برید بازدهی این دوتا رو با هم مقایسه کنید. برای همین عددش رو گفتم مساوی، یعنی خب میتونستم 60-40 هم بگم مساوی، گفتم که اون دیده راحت تر براتون بیاد. یعنی میخوام ببینم دقیقا ببینید اون 50 میلیونه که خودتون معامله کردید ته سال چقدر شده، اون یکی 50 میلیونه که در حقیقت شما داشتید چقدر مثلا گذاشتید صندوق ها چقدر شده. من بهتون با احتمال بالای 70-80% میگم که آقا بازدهی صندوق از بازدهی معاملات شما بهتر بوده. اینو از خودم هم همینجوری نمیگم، بذارید خدمتتون بگم. مثلا الان شما برید حالا توی مثلا مفید اپ یا توی الان گفتن ممکنه بازدهی یک سال گذشته یکی از صندوقاتون رو بفرمایید. چرا که نه، بذارید الان میگم بهتون. بذارید صندوق پیشتاز و ساعتش رو بیارم. خوب شد که اتفاقا پرسیدید. الان مثلا صندوق پیشتاز، بذارید من تصویر دوباره بهش دارم بزنم. خب الان تصویر صندوق پیشتاز رو دارید دوستان. این سایت صندوق پیشتازه. همه صندوق های ما همچین سایت اینجوری دارن. خب شما اینجا تو درباره صندوق و حالا ارکان صندوق، گزارش های صندوق، اینجا داره بازدهی دوره صندوق داره. شما مثلا تو هر صندوق میتونی بیا این انتخاب بکنی، بهت میاد بازدهی مثلا هم بازدهی هفته گذشته رو داره، ماه رو داره، تمام 6 ماه، 3 ماه، 1 سال. حالا شما ببینید یک سال اخیر، حالا هم بازدهی صندوق میاد مینویسه هم بازدهی بازار. شما الان یک سال اخیر ببینید بازدهی پیشتاز 26% بوده، بازدهی بازار 21% بوده. یعنی از بازار منظور شاخص کل، از بازار میبینید بیشتر بوده. اینجا 3 سال اخیر چطور؟ 3 سال اخیر بازدهی صندوق 152% بوده، بازدهی بازار چقدر بوده؟
چقدر؟ تو 5 سال بازدهی صندوق 1551% بوده، بازدهی بازار 1178% بوده تا زمان انتشار، یعنی از موقعی که اومده. این سال 87 اومده. سال 87 تا الان بازدهی صندوق چقدر بوده؟ 5900 درصد، ببخشید 59870%. بازدهی بازار چقدر بوده؟ 21000، یعنی تقریبا دو برابر و بیشتر بازدهی صندوق بوده. من از این جهته که دارم خدمتتون میگم که بازدهی صندوق نسبت به شاخص خیلی در حد بیشتره، به همین خاطر دارم میگم که در حد گفتن سایتش رو اینجا بفرستید، بذارید اصلا همین صفحش میفرستم. خب حالا دوستان یه نکته جالب، شاید خیلیاتون فکر کنید که مثلا اگر این مسیر به اصطلاح روش تحلیلیه رو برید، بالاخره شما اندازه شاخص ممکنه سود بکنین دیگه. حالا آمار جالبی که من خدمتتون بدم، اینو حالا صرفا بورس ایران نبوده، تو همه در حد معاملات مثلا حالا فارکس هم و همچنین در حد داو جونز در حد آمریکا هم بوده، اکثر کسایی که معامله میکنن معمولا بازدهی کمتر از شاخص دارن. حالا اونجا شاخص خودشون معمولا شاخص بود، یعنی شما مثلا این شاخص 100% رشد کرده، شما بازدهیت 80 بوده. عجیبه، اکثر معامله گرا کمتر از شاخص رشد، و الان ما دیدیم بازده این صندوق بیشتر از شاخص. یعنی شما خیلی بخواید دیگه خوب عمل کنی، میگه من از شاخص سود کردم، حالا صندوق رو میبینی شما یه پله حتی بالاتر از شاخص دارن، به خاطر همون کار تیمی و اصولی است دیگه، برای الکی که نیست، خوب بیشتر از شاخص به همین راحتی نیست و در حد بیشتر از اون نیست. بذار من سوال دوستان رو ببینم. خب اینو که گفتن استاد، من 6 ماه همه کلاس های فرمودی و اساتید مفید دیدم، کلاس ها چندی بار هر کدوم تمرین کردم، ولی فکر میکنم در معامله کردن کمی هیجانی عمل. آره دیگه، همون مبحث روانشناسی معاملات میشه دیگه، دقیقا شما باید رو اون موضوع بیشتر کار کنید. اینم بازی صندوق ها رو گفتم، میشه حالا بعض صندوق ها رو میشه تحلیل تکنیکال انجام. سایزش هم فرستادم. این بازدهی کارمز در بله کارمز لحاظ شده، چون این صندوق در حد به اصطلاح صدور ابطالی دیگه، یعنی تو ان ای ویش کارمز اتفاقا اینا کارمز خیلی پایینی دارن، فکر نکنید صندوق کارمز مثلا چه میدونم 30% سالی میگیره، نه کارمز رو شما الان میخوای آقا این صندوق ببینید کارمز چقدر، تو همین درباره صندوق میای هزینه های صندوق برات دقیقا کارمزاشو میزن الان مثلا چقدره، حالا این هزینه تاسیسی نه هیچ، مثلا 1.5% در حد کلا کارمزد شما الان سهم هم بخوای بخری بفروشی، حالا کارمزدهای کوچیک‌تر هم داره ها، مثلا ولی اونا دیگه خیلی کوچیکه، مثلا معادله چه میدونم 1 در 1000 نه فلان، مثلا بزرگترینش رو بخوایم بگیم همین 1.5% است بین کارمزدهای دیگه‌اش، اما 1.5% شما الان سهم هم بخر بفروش میشه 1.5% دیگه، کارمزدش غیر از اینه، شما الان هر سهمی رو تو مثلا 1 سال بخر بفروش مجموع خرید و فروشش میشه 1.5%، یعنی انگار شما یه سهم خریدی فروختی بنزه همون یه کارمزد دادی برای این سهم. حالا میگم جزئیات دقیق ترش تو این در حقیقت هزینه های صندوق هست میتونید ببینید، ولی کارمزدش اونقدر عجیب غریب نیست، انگار شما سهم خریدی فروختی و با لحاظ کارمزد اون بازدهی هست. یعنی شما فرضاً کنید که الان بازدهی که ما دیدیم اونجا مثلا چه بدم دو برابر شاخص بود، کارمزد ازش کم نشده، نه اون کم شده، چون کارمزد روی NAV حساب میشه و این بازدهی هم بر اساس NAV نوشته شده. گفتن ترجیحاً 30% صندوق ها 35. حالا این رو اگر میخواین مشاوره دقیق تری داشته باشید، من لینکی اوایل کلاس بود کجا بود گذاشتم، این لینک در حقیقت ثبت مشاوره هست، ثبت مشاوره رایگان هم هست، یعنی ما تو کارگزاری مفید مشاوره پولی نداریم، شما همین لینک رو روش کلیک بکنید صفحه کلاسمون میاد، اینجا فرم داره، روی این فرم شمارتون رو وارد بکنید، همکار بنده تماس میگیرن، یعنی شما هم نیاز نیست تماس بگیرید، تماس میگیرن خودشون و به صورت رایگان هر مبلغی داشته باشین خدمتتون توضیح میدن، آقا مثلا چم این اینجوری بچینی بهتره، اونجوری بچینی بهتره. خب اینم سوالات عزیزان. گفتن سرمایه گذاری در صندوق چجوری هست؟ شما هم از طریق ایزی تریدرتون توی این قسمت سایر سرمایه گذاری بیان میتونید صندوق های مفید رو بخرید بفروشید، یا از طریق مفید اپ، یعنی سرچ کنید مفید اپ میتونید در اصل صندوق، این البته صندوق های صدور ابطالی مونه ها، این پیشتاز و اینا، صندوق های در اصل ETF هم داریم مثل اطلس و اینا. راه فرمال تلاش شما هست که بندازم گردش نریم بفهم چرا. یه جورایی هم
میشه گفت اینجوریه، ولی حقیقتش این که شما اصلا همون تحلیل هم اشتباه انجام میدید. خب اگه شما روش منظم دارید که نباید اشتباه انجام بدید، اگه اشتباه انجام میدید بخاطر همون روانشناسی هست دیگه. خود اون کارگزار، در بعضی کارگزاری خرید و فروش خود اون کارگزار، همه صندوق ها نه، کارمزدشون تقریبا یکسانه. گفتن صندوق ها رو چطور تحلیل کنیم بنیادی؟ صندوق ها اصلا نیاز به تحلیل ندارن، چون یه تیم تحلیل داره دیگه. شما فقط میری میخرید، مثلا میرن صندوق پیشتاز من خریدم دیگه، تحلیل و ایناشو میسپاری به اون تیم تحلیل. بالاتر از قیمت سهم بهتر است که برعکس NAV، که اگه بر سهم دارید میگید خب هر چی در قیمتتون زیر NAV باشه ارزنده تره دیگه. گفتن اگر صندوق با قیمت تابلو فروخته شود، پس نقش قیمت ابطال در صندوق ETF چیست؟ متوجه نشدم یه چیزی. قیمت ابطال که میشه همون NAV اون صندوق دیگه. خب بعضی اوقات از این NAV ممکنه بالاتر بره، بعضی اوقات هم پایین تر. در مورد این بازارها حالا ما فعلا اطلاعات خاصی نه تو کلاس یعنی نداریم ما. حالا به نظرم بهتره که مثلا مجزا تو گوگل سرچ بکنید، چون اطلاعات در مورد فارکس و کریپتو ما کلاسش برگزار نمیکنیم. شرط گروه مناسب بورسی چند وقت از قدیم و حال حاضر میگم این تو کلاس های خاص خودش، کلاس های بنیادی بیان خدمتتون توضیح میدن. هزینه مشاوره نداریم، رایگان مشاوره. چشم تو بورسیو هست نمودار دلار، میگم اصلا نوسانگیری نیاز نداره آنچنان، چون خودش داره میخره میفروشه دیگه. تفاوت صندوق اطلس پیشرو که هر دو سهامی هستن در چیست؟ اطلس صندوق ETF. ETF یعنی چی؟ یعنی مثل سهم عادی شما میتونی بخری بفروشیش، اما پیشرو پیشتاز در حد صدور ابطالیه، یعنی نحوه خرید و فروششون فرق فرده. گفتن زمان خرید مناسب یونیت های صندوق چگونه مشخص میشه؟ اینو خب بعد شرایط بازار رو بدونید میتونید مشاوره بگیرید، خدمتتون توضیح میدم. خب من دیده نسبت به شاخص کل هم بدم یه توضیح کوچیکی و انشالله دیگه کلاس رو تمام کنم. خب من الان تحلیلم که بخوام از شاخص کل خدمتون بدم، دوستان ما این ناحیه حدودا یک ناحیه مقاومتی قوی داریم تقریبا. آره حدودا این ناحیه است. ما باید ببینیم که شاخص کل نسبت به این ناحیه چه واکنشی نشون میده. من همیشه تو کلاس ها، مالا اگه کلاس قدیمی من بوده باشید، این ناحیه رو کشیدم، یه ناحیه حمایتی هم اتفاقا اینجا داره. این ناحیه است، ما باید ببینیم که نسبت به این ناحیه شاخص چیکار میکنه. اگر شاخص بتونه اینجا رو پرقدرت بشکنه، این بالاها تثبیت بده، احتمال اینکه بخواد تا این سقفش بیاد خیلی میره بالا، یعنی احتمال اینکه بخواد بره دقیقاً به این سقف اینجاش برسه خیلی. اما اگر اینجا واکنش های منفی ببینیم، احتمال اینکه دوباره بخواد مثلا به نزولش ادامه بده هست، حالا یا مثلا تا اینجا که حمایتشه یا تا اینجا که اصلا این حمایت پایینش. به نظرم الان تو ناحیه مهمی هستیم، ولی این کندل های خوبی هم اینجا اتفاقا شاخص زده، میبینید با کندل پرقدرتی داره صعود انجام میده. اگر بتونه این ناحیه رو پس بگیره، اینجاها حدود 2,200,000 خورده ای بتونه یه اینجاها رو ببینه و اینجاها تثبیت بشه، احتمال اینکه بخواد تا این سقفش بره وجود داره. گفتم صندوق دارایی کم و پالش از نظر تکنیکالی هم دوستان، صندوق دارایی کم و پالش مال کارگزاری نهاد خاصی نیست، اینا صرفا یه سری صندوق هن که سهام های اون شرکت ها رو دارن، مثلا سهام بورسی رو دارن، خیلی متفاوتن با این صندوق هایی که من الان خدمتتون گفتم. اینا صندوق هاش اصلا مثلا آنچنان مدیریت فعالی روی دارایی ندارن، فقط اون دارایی ها رو دارن. مثلا دارایی کم دارایی مثلا نمادهای بانکی رو داره، یا پالش مثلا نمادهای پالش رو داره، همین اینکه بخواد بخره اونا رو بفروشه آنچنان نیست اونجوری. ولی این صندوقایی که خدمت رو گفتم، مثلا اگه ببینه فلان صنعت بده، کل اون سهمای اون صنعت رو میفروشه، میاد مثلا میره اصلا این صنعت دیگه میخره. الان مثلا شما تو هر صندوق، الان مثلا پیشتاز میتونی بیاد تو گزارش صندوقش مثلا صورت مالی، مثلا بری پورتفوی هر ماهش رو ببینی، البته با یه ماه تاخیر میاد، ولی میتونی بری پورتفوش رو ببینی مثلا چیا داره. مثلا این سهم الان بری ببینی، مثلا تو سهامش الان مثلا بانک خاورمیانه داره، نمیدونم کیمیاتک داره، بانک ملت داره، ببین چند تا سهم داره، یه سهم که مثلا بعد 4 تا سهم مختلف داره، اینا هم هی عوض میشه. مثلا ممکن آقا یه الان این سهم خوبه، ماه بعد این خوب نباشه، خب اینو میفروشه میره سهم دیگه میگیره. یعنی مثل شما انگار داره معامله میکنه، اینجوری نیست یه پورتفوی بچینه و بره مثلا پی کارش، نه این پورتفوی داره تغییر رو انجام میده. در حال حالا کلاس طلا رو به نظرم فردا شرکت کنید، اطلاعات خوبی خدمتتون داده میشه.
بورسی انجام بعد از بازی دیگه این کن. بورسیو میشه، بورسیو وب میشه همچنان اگر اشتباه نکنم، دلار طلا هم میشه. اصلا اگر سهمای موجود را به مشاور بدهیم خودشان آنها را به صندوق، متوجه منظور نشدم. ما البته دو تا خدمت داریم تو مفید، بدون صندوق هاست کالا خود اون تیم تحلیلیش میان صندوق ها رو میخرن میفروشن و موارد دیگه، یعنی اون سهم ها رو میخرن. یه دونه هم سبد گردانی اختصاصی داریم، البته یه سری شرط خاص داره که در حد اون دیگه میان برای شخص شما مثلا یه پورتو تشکیل میدن. دوستان حتما حتما داخل اون نظرسنجی شرکت بفرمایید، نظرتون چه در مورد این کلاس، چه در مورد کلاس دیگه که داخل کارگزاری مفید برگزار میشه به بنده بگید که من دید پیدا کنم که اصلا چه کلاسی برگزار بکنیم بیشتر، چه کلاسی برگزار نکنیم. اصلا نظرتون در مورد این نوع کلاس ها که حالت نقشه راه داره چجوریه؟ نظرتون رو حتما داخل لینک نظرسنجی برای من بذارید. این لینک کلاس هم که به نظرم پر کنید، به نظر من به امتحانش میارزه، یعنی نه شما پولی میخوای بدی الان اینجا شمارتون رو وارد کنید نه چیزی، شما فقط ثبت میکنید، با شما تماس میگیرن، خودشون هم تازه تماس میگیرن، شما اصلا هر مبلغی هم باشه، اصلا به 1 تومن هم میخوام سرمایه‌گذاری کنم بهتون میگه آقا چیکار بکنی بهتره، رایگان هم هست دیگه، نه زنگ میزنه یه رو 20 دقیقه میخواین صحبتی بکنید و یه مشاوره بگیرید. به نظرم حتما مشاوره رو بگیرید، کم کم به این سمت برید که بخواین یه بخشی از داراییتون رو سمت صندوق ها بیارید. اصلا صندوق مفید هم نخواستید بیارید، اون تصمیم شماست، من فقط دارم میگم که به این سمت بیاین چون به شما کمک میکنه که میگم مقایسه بکنید آقا من خودم معامله کردم چقدر شد، من بردم صندوق خریدم چقدر شد. حالا چرا میگیم صندوق های مفید؟ چون آقا هم بازدهیش خوب بوده، خیلی صندوق های سهام اینجوری نبوده بازدهیش، یعنی شما الان بری ببینی همه اینجوری نبودن که بیشتر شاخص بگیرن، و همین که خب دارایی تحت مدیریتشون بیشتره، یعنی الان شما مثلا بری ببینی خود دارایی خیلی پیشتاز تحت مدیریتش خیلی زیاده و در حقیقت خب یعنی داره یه افراد خیلی زیادی و دارایی خیلی زیادی بهش اعتماد کردن. خب نمودار طلا بورسیو میتونید استفاده کنید. خب سعی میکنیم حتما این موضوع رو مد نظر قرار بدیم. خب دوست، امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید استفاده لازم رو ببرید. حتما نظرتون رو وارد بکنید، من منتظر نظرات شما هستم. خسته نباشید و خدا نگهدار.